خب بینندگان عزیز، باز سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر، زیباتر و شادتر داشته باشید. امروز چهارشنبه است، 9 سپتامبر 2015 میلادی و برابر است با 18 شهریور ماه 1394. اما در جواب دوستانی که از من پرسیدن آقا این خانم جیلانی چی شد، قرار بود بیشتر در تلویزیون مردم حاضر بشن، و من به شوخی به شما دوستان میگفتم که از روزی که ایشون با پادشاه‌ها و ملکه‌ها پالوده میخورن به ما محل نمیذارن، ولی این شوخی بیش نبود و خوشحالم که امروز با اون لبخند زیبا مهمان برنامه ما هستن، خانم دکتر بهیه جیلانی از فرانسه. سلام به شما، به تلویزیون مردم خوش آمدید و اول ماجرای دیدارتون رو با خانم فرح دیبا پهلوی بگید و بعد من اون نوشته هایی که در جهت مخالفت و موافقت با این دیدار بود میخونم و اگر دوست داشتید نظرتون رو بگید. من ساکت میشم، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان بفرمایید. خواهش میکنم، درود فراوان به شما و تمامی بینندگان شما. بله، سوال رو مطرح کردید که من دیدار خانم فرح دیبا رفتم. خیلی خوشحالم از این دیدار، برای که در هر حال نمیتونیم فراموش بکنیم که خانم دیبا یک فرد میتولوژیک هستند، در تاریخ ما نقش مهمی بازی کردن و ضمناً در هر حال خانم فرح دیبا تمام کودکی همه دختر بچه هایی که ما بودیم در سن خودمون و خودمون رو در اون لباس ها و در اون اشرافیت میدیدیم. در هر حال دیدار من با خانم دیبا رسیدن به همون ملکه های فکری کودکانه من بود که کمی به واقعیت پیوست و خوشبختانه ایشون یک کاراکتر خیلی خوبی داشتن، خیلی مهربون و خیلی مردمی و خیلی ساده، و من فکر کردم که هیچ، البته من هیچ آدمی نیستم که به خودم فشار بیارم برای مبدل شدن به فرم دیگری، ولی حس کردم که ایشون با من بیشتر خودشون رو منطبق کردن به سادگی من و به لودگی من، و جو خیلی خوبی بود و من خاطره خوبی از ایشون دارم. و در حقیقت من ایشون رو سیاسی ندیدم، بلکه یک ملکه داستانی بود که من اون روز با ایشون روبرو شدم و حسش کردم و مثبت بود. در هر حال بسیار ممنونم از شما و امیدوارم همین جوری که شما میگید ایشون ساده بوده باشه و بتونه، و همونجوری که شما گفتید ایشون سیاسی نبودن، ای کاش واقعا ایشون دخالت نمیکرد در کارهای سیاست، چون یکی از به اصطلاح اشکالات میگن سیاست خانم فرح دیبا و دفتر ایشون بود که باعث انقلاب شده. حالا از اون بگذریم چون گذشته، و من دلیلی که امروز از شما خواهش کردم اینجا تشریف بیارید و صحبتی داشته باشید با بینندگان این بود که شما یک جمله جدیدی رو درست کردید برای جدایی طلبان و فدراسیون. خودتون بگید چرا این جمله رو استفاده میکنید و نظرتون راجع به، چون خود من مثلا باورم این بود که فدراسیون مشکل ماها رو حل میکنه، چون ما از یک کشوری بودیم ملوک و طوایفی، از یک کشوری هستیم به اصطلاح آداب و فرهنگ مختلف، میتونه. بعدن به این نتیجه رسیدم که نه، ما باید دنبال دولتی با عدم مرکزیت بگردیم، اینجا بهش میگن دیسنترالایز، اون مشکل ما را حل میکنه. و فدرالیزم حقیقتا انتخابات دوگونه، یکی هر ایالت یا هر استان یا هر کشور کوچولو، و یکی دیگه اون دولت فدرال یا دولت مرکزی. ولی اینی که شما نوشته بوده بود و گفته بودید این نظر من رو جلب کرد، یه مقداری در این باره توضیح بدید که چرا شما اینها رو جدایی طلب میدونید، و بذارید بیننده ها نظر شما رو هم بشنون. از بینندگان خواهش میکنم اگه بعدن نظری دارن با ما از طریق ایمیل، تلفن، فیسبوک شما تماس بگیرن. امیدوار باشیم که این بحث ها رو باز هم در هفته های آینده به اصطلاح ادامه بدیم. بفرمایید. بله، ببینین مسئله این که من امروز به این مسئله فدراتیو یا همون که مخلوطی ساختیم از فدراتیو های جدایی طلب
برای من خیلی جذاب شد، جذاب نشد، خیلی غمگینه، برای اینکه امروز تنها چیزی که در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کرده هویت ایرانی ماست و جمهوری اسلامی رسما هویت ایرانی ما رو قبول نداره، بلکه میخواد اسلامیت این فرهنگ رو پررنگ بکنه، بلکه غالب بر هویت ایرانی بشه. و همون گونه که میبینیم سیاستمدارهای ما مدعی میشن که بیدار باشید که کسانی که خواهان ایرانیت یا ایرانیت آنها غالب بر افکار سیاسی یا جمهوری اسلامی هست، اجازه ندین که وارد نظام بشن. و این خیلی غمگینه. و ما امروز میبینیم که افرادی هستند که شدیداً به تکاپو افتادن که اسمشون رو گذاشتن فدراتیو، ولی شما وقتی با اینها صحبت میکنین آیتم هاشون بیشتر نزدیک به جدایی طلبه. درسته که مملکت ما یه مملکتی که همیشه حرفه‌ای در میکسش بوده، برای مثال جمهوری به اضافه اسلامیت که بشه جمهوری اسلامی، یا ملی به اضافه مذهب که بشه ملی مذهبی، یعنی این میکساژ ها وجود داره. و امروز هم تولد میکساژ فدرالیست های جدایی طلب. و من فکر کردم در این 37 ساله چرا ما نتونستیم با کسانی که فدراتیو خواهان فدراتیو هستن کنار بیاییم. به همیشه انتهای هر جلسه ای که دوتا فدراتیو بوده به قولی همیشه تبدیل به جنجال و انشعاب و شاید هم بالاتر بریم به دعوا و مرافعه شده. من به این نتیجه رسیدم که افرادی که امروز خودشون رو فدراتیو تعریف میکنن، که من خودم جزو افرادی هستم که حکومت فدراتیو رو بد نمیدونم و بخشی از روشن فکریه قبول دارم، ولی مشکل عظیم ما اینه که وقتی ما مارک فدراتیو به خودمون میزنیم ولی جدایی طلب انجام میدیم، رفتار میکنیم، این کاملا یک پارادوکسه که این پارادوکس در همه جا دیده میشه. برای مثال شما در میان کردهای ایرانی وقتی شما ازشون بپرسید کجایی هستی، مطمئنن به شما جواب خواهد داد من کردم. یا به یک ترک آذری، برای من آذری جدایی طلب هستن، اینا خودشون ترک میتونن، حتی نمیخواهند خودشون قبول بکنن که آذری هستن، مطمئنن به شما جواب خواهند داد ترک هستن. و این کاملا متناقض با فدرالیزمی که اینها مدعی اون هستن. و اینکه اینها خودشون رو مستند به کانادایی، آلمانی و یا سوئیسی میکنن، ولی وقتی شما از یک سوئیسی بپرسین شما کجایی هستید، مطمئنن به شما جواب خواهد داد که سوئیسی است، ولی هیچ موقع نخواهد گفت که آلمانی سوئیسی هست یا فرانسوی سوئیسی است. و این گویای اینه که ما در حقیقت کسانی که مدعی فدرالیزم و فدراتیو هستند، حکومت های فدراتیو هستند، مطمئنن جدایی طلب هستن. و این تناقض تا به امروز باعث انشعاب شده و اجازه نداده که اتحادی بین ایرانی ها با تمام افکار مختلف از جمله ملیگرایی، از جمله حتی سامانه پادشاهی، این جدایی طلب ها همیشه دوتاشون حضور دوتاشون در یک جلسه باعث نفاق شد. و اینکه امروز اگر ما به هویت طلبی ایرانی رنگ و لعاب بیشتری ندیم، مطمئنن هیچ اسلحه دیگری امروز ما در مقابل هجوم فرهنگ اسلامی جمهوری اسلامی نخواهیم داشت. و امروز این فدرالیست ها دقیقا همون کاری رو دارن انجام میدن که جمهوری اسلامی داره انجام میده. یعنی چی؟ یعنی کمرنگ کردن هویت ایرانی. و این دقیقا چیزیه که هم نظام میخواد، هم جمهوری اسلامی میخواد. و ما میبینیم که جمهوری اسلامی و این فدراتیو ها در یک نکتهی به هم میرسن و اون هم ضد ایرانیته، که ما امروز باید آگاه باشیم که ما با فرهنگ ایرانی که هممون میشناسیم، چه در بلوچستان، چه در کردستان، چه در آذربایجان، این افراد خواهان یک حکومت فدراتیو نیستن، بلکه با این فرهنگ که حکومت میکنه در میان این اقوام بیشتر حکومت‌های ملوک و طوایفی خواهد بود، که آن زمان اگر به حکومت‌های ملوک و طوایفی تشکیل بشه، بجز جنگ‌های قومی چیز دیگری نخواهد بود،
زیرا این قومیت ها در میان خودشون هم یک دست نیستند. وقتی ما میگیم کرد، همه کرد ها جدایی طلب نیستند، همه کرد ها موافق این که کردستان ایران از ایران جدا بشه نیستند. در نتیجه این افرادی که امروز شدیداً دارن مبارزه میکنن با دروغ فدراتیو که همان جدایی طلبی، این افراد رو به سمت سوی خودشون بکشن، من فکر میکنم باعث خواهد شد که مردم در منطقه فقط با اسلحه از خودشون دفاع بکنن و دوباره باید شاهد هجوم قومیت ها به سمت آلمان و پناهنده شدن به علت کشتارهای قومیتی و آرزو بکنیم که رضا شاه دومی دوباره ظهور پیدا بکنه و دوباره این قومیت ها رو یک دست و ایران رو تعریف بکنه. و ضمناً فدراتیو دارای یک معنی حکومت های، یعنی کشورهای کوچیک همیشه نیاز داشتن تا پروتکت بشن، تا از لحاظ اقتصادی رشد بکنن، و این کشورهای کوچیک بسیار حساس مجبور بودن که در کنار هم دیگه جمع بشن و فدراسیون رو تشکیل بدن. ولی متاسفانه ما ایران رو میخواییم تکه تکه بکنیم، برای اینکه میخواییم حکومت‌های فدراتیو قومی که کاملا دروغ بزرگتر رو تشکیل بدیم. ممنونم از شما. اگر کسی به شما بگه خب آمریکا با این وسعت و بزرگیش اینها هم فدرالیزم هستن، پاسخ شما به اونها چی خواهد بود؟ و ضمناً آیا شما شخص معینی یا سازمان معینی رو نظر دارید، یا اینکه به کل به طور کلی دارید صحبت میکنید درباره اینهایی که دنبال فدرالیسم به این صورت هستن؟ اولا در مورد آمریکا من باید بگم که آمریکا، وقتی در مورد فدراتیو آمریکا صحبت میکنیم، باید متوجه باشیم ما در مورد قاره صحبت میکنیم، نه در مورد کشورهای فدراتیو. یعنی آمریکا چیز دیگری نمیتونه باشه به جز فدراتیو، و هر یکی از فدراسیونهاش، هر بخشی از اون، هر فدراتیوی از اون، خودش به اندازه 3 تا کشوری است که امروز در اروپا مانند سوئیس مدعی فدراسیون هستن، که همیشه هم جنگ بین فدراسیون، حتی در سوئیس هم همیشه جنگ های قومیتی. برای مثال الان سوئیس خواهان این هست که کلن اقتصاد سوئیس آلمان غالب بر سوئیس باشه. پس این نگاه خوشبینانه که ما از دور داریم واقعا یک رویای بیش نیست. در نتیجه من فکر نمی کنم که، و سوال دوم شما رو فراموش کردم، در مورد چی بود؟ وقتی که شما درباره این اشخاص یا احزاب صحبت می کنید، آیا منظورتون افراد خاصی یا حزب و موومنت و جنبش خاصی هست، یا به صورت عمومی صحبت می کنید؟ یک بخشش کاملا عمومیه، و برای مثال من امروز یک مطلبی خوندم که من الان براتون میخونم، که این با کمال وقاحت و پروی آذربایجان، یعنی باکو، به یک ایرانی داخل ایران داده که از پانتورک های باکو هستن، که اینا به یک، در حقیقت به یک تجزیه طلب ایرانی که از عضو قدیم نیروی انتظامی بوده ولی به علت گرایش های وطن فروشانش به او جایزه دادن، و این یک راهی شده امروز برای پانتورکا برای پول فرستادن به تجزیه طلب های داخل ایران به نام جایزه، پوشش جایزه، چه ادبی، چه اقتصادی، چه نشان و لیاقت و مدال برای این افراد میفرستن، که یکی از این افراد اسمش هست محمد رضا رحمانی فر، که در آذربایجان در تبریز زندگی میکنه و این جایزه رو گرفته، و کاملا این جایزه علنی به این جدایی طلب داده شده، و در حقیقت این پول هایی که به اینها اهدا میشه پول اهدایی نیست، بلکه این پول ها فقط برای تجزیه طلب های داخل کشور فرستاده میشه که فعالیتشون رو بیشتر بکنن. و این کس، این جایزه رو فردی به نام حسن دمیرچی به آقای محمد رضا رحمانی فرد داده که این سازمان اسمش هست، حالا اسم سازمان زیاد مهم نیست، ولی این پول داده میشه به افرادی که
تجزیه طلب ها و جدایی طلب های شناخته شده هستند برای بیشتر کردن فعالیتشون درون ایران، با که من فکر میکنم دشمنی این افراد با ملت ایران و با هویت ایرانی کمتر از جمهوری اسلامی نیست. بسیار ممنونم از شما. نظر شما راجع به این توافقنامه یا برجام که همین الان در مجلس آمریکا یا مجلسین آمریکا بحثش هست چیه؟ چون مثل اینکه به تعداد 41 هم رسید و دیگه احتیاجی نیست که آقای اوباما حتی از اون قدرت ویتو استفاده کنه. شما فکر میکنید که این یه دریچه‌ای باز میکنه یا به اصطلاح آزادی‌های اجتماعی رو سیاسی رو در ایران بیشتر میکنه یا کمک میکنه به بقای عمر حکومت آخوندی؟ من فکر میکنم که جمهوری اسلامی کاملا کوچکتر و کوچکتر خواهد شد و اینکه بمب اتمی و هسته‌ای، اوباما در روزهای آخر ریاست جمهوریش قرار گرفته و میدونه که مطمئنن جمهوری خواها در مقابل ایران برخورد دیگری خواهند داشت و هدف اصلی آمریکا و برجام در حقیقت اخته کردن بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه دشمن رو بال و پر یا مرغی که بال و پرش رو بکنن، یعنی میخوان جمهوری اسلامی رو بیشتر شبیه یک مرغ بال و پر کنده بکننش تا ضعیفتر و ضعیفتر بشه و در صورت امکان اگر، البته این مسائل که امروز داریم میبینیم مطمئناً دنباله های طولانی خواهد داشت، زمانی که جمهوری اسلامی دستش از سوریه کوتاه بشه و دستش اتوماتیک از عراق کوتاه بشه مطمئناً فرم دیگری پیدا خواهد کرد و اون زمان هست که مسائل حقوق بشری به میان خواهد آمد و ما تا امروز دیدیم که مسئله حقوق بشر هیچ مطرح نشده، ولی من با صحبت‌هایی که کردم به من گفتن ابتدا مسئله بمب هسته‌ای در درجه اول قرار گرفته و مطمئناً این داستان یک داستان دنباله دار خواهد بود، و اما هدف اصلی نداشتن بمب اتمی در ایران و بعد رفتار جمهوری اسلامی که چکس العمل های نشان خواهد داد. البته امروز من خوندم که جمهوری اسلامی در مورد گذشته خودش در مورد فعالیت های هسته‌ای به آمریکا دروغ گفته و این که آمریکا ایران رو دستشو باز گذاشته که در مورد خودش صحبت بکنه، هدفش این نیست که ایران رو اطمینان بهش داره و هرچه خواه ایران میگه مطمئنه و قبول داره، بلکه این هست که خود آمریکا واقعیت رو خیلی خوب میدونه و وقتی که میگه واقعیت سنجی که همه متعجب شدن که آمریکا چطور قدرت این رو داد که خود ایران بتونه در مورد قدرت های هسته‌ای صحبت بکنه، ولی هدف اینه که ایران صحبت هاش رو بکنه و آمریکا رازجنجی با واقعیت هایی که خودش میدونه رو منطبق بکنه. بسیار ممنونم از شما. و آخرین پرسش من از شما درباره پناهجویان و این موقعیت وخیمی که الان در اروپا هست، البته اون پسر بچه 3 ساله با به اصطلاح غرق شدن در دریا واقعا یه انقلابی رو ایجاد کرد که الان کشورها یکی پس از دیگری تعداد زیادی رو دارن قبول میکنن. اولا در فرانسه چه خبر هست و شما این جنبش یا این حرکت مهاجرت جدید به اروپا رو توسط افرادی که از سوریه و کشورهای دیگه میان چگونه میبینید؟ این مهاجرت فعلا به فرانسه نرسیده، ولی فرانسه وعده 20,000 پذیرش 20,000 سوری رو داده به آلمان، یعنی گفته که خانم مرکل رو تنها، آقای اولاند گفته که من آلمان رو خانم مرکل، ببخشید این اسکایپ من تون تون هی زنگ میزنه من مجبورم قطع بکنم، بعد که اون رو تنها نخواهد گذاشت و اینکه
در هر حال هجوم این فرهنگ به سمت و سوی اروپا مطمئنن اثر بزرگی خواهد گذاشت روی فرهنگ فرانسوی، ولی فراموش نکنیم که اروپا الان دنبال دستمزد ارزان قیمت میگرده و این هجوم این افراد به سمت اروپا مطمئنن یک کار، یک قدرت کاری ارزان قیمت خواهد بود و مطمئنن این افراد، اگرچه امروز ما میبینیم که این افراد بین خودشون شعارهای داعشی میدند، ولی در هر حال ما از این هجمه از لحاظ ببخشید من این اسخابم رو خورد کرده، اجازه نمیدید تمرکز فکری داشته باشم، اجازه بدید من اینو اصلا بتونم بله اینو باید بعدا تنظیم کنید که هر وقت روی کال هستید دیگران نتونن باشن. اصلا بلاک کردم فاید بلاکش کردم ولی باز زنگ میزنه. ولی گرفتم اون پوینت شما رو، خیلی جالب گفتید که گفتید اروپا به دنبال کار و به اصطلاح کارگر ارزون میگرده، از اون طرف هم من بهش اضافه میکنم که از اون طرف هم اسلحه‌های گرون رو به اونها میفروشه، و الا اینها میتونستن این موزل یا مشکل سوریه رو خیلی زودتر به صورت خیلی بهتری حل کنن. ولی خیلی جالبه که شما توضیح دادید که اینها درسته که الان به اصطلاح نشون میدن که طرفدار حقوق بشر هستن و اینها رو جا و مکان میدن، ولی اینها نیروهای کار ارزان فردا هستن. بله، و اینکه در هر حال فراموش نکنین که اروپا و آمریکا برای منطقه یک نقشه بزرگ تقسیمات جدید داره. در حقیقت هر چقدر این مناطق خالی از سکنه بشه برای غربی ها راحت تر خواهد بود، اگرچه هنوز 17 میلیون حدود 7 میلیون سوریهی مونده و حدود 12 میلیون سوریهی از سوریه خارج شده، ولی در هر حال خیلی راحت تر بود منطقه کم جمعیت تر تا پر جمعیت تر. ولی در هر حال اروپا دلش به حال این افراد نسوخته، میتونه سیاست های بهتری داشته باشه. برای مثال سوریه زمانی که این همه کشتار نشده بود میتونستن خیلی راحت تر تصمیم بگیرن و اسد رو از منطقه خارج بکنن، ولی نکردن برای اینکه امروز مسئله به قول معروف قانون وجود، بلکه منافع ملی وجود داره و این منافع ملی متاسفانه انسانیت و حقوق بشر رو از بین برد. من ممنونم از شما، میبینیم که خیلی مشغول هستید، از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکر. امیدوارم در آینده باز بیشتر شما رو داشته باشیم. دوستان هم اگر مایل هستن با شما تماس بگیرن، با همین اسم بهیه جیلانی چندین صفحه در فیسبوک موجود هست که شما خیلی هم فعال هستید و میبینم پاسخ هم به دوستان میدید. باز هم از شما ممنونم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه ازتون خداحافظی کنیم و با امید دیدار آینده. من آخرین حرفم اینه که ما از عراق درس بگیریم که به سه قسمت امروز رسما تقسیم شده، عراقی وجود نداره، فقط شیعه و سنی و کرد وجود داره و امروز ملت عراق به این نتیجه رسیدن که اگر به سنی و شیعه و کرد تقسیم بشن عراقی وجود نخواهد داشت و خواهان دموکراسی هستند، و ما این رو برای خودمون درسی بکنیم که در هر حال عراق هم امروز از این تقسیمات جغرافیایی دست برداشته و به عراق ملی و هویت عراقی خودش میخواهد دوباره برسه تا عراق یک دست دوباره به وجود بیاد. از شما بسیار ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، ممنون که با ما بودید. خواهش میکنم، سپاس، وقتتون بخیر. موفق باشید، به امید دیدار. دوستان عزیز، با خانم دکتر بهیه جیلانی بودیم از پاریس از فرانسه و نظرات ایشون رو شنیدیم. نظر شما درباره فدرالیسم یا حکومت خودمختاری یا دولتی که به اصطلاح حکومت‌هایی که مرکزیت نداشته باشن و در زمان شاه می‌خواستن این کار رو انجام بدن نتونستن، در هر صورت اینها رو باید بیشتر بحث و گفتگو داشته باشیم تا باز بشه، چون مسائلی بوده که ما باهاش
روبرو نبودیم. ماها رو همیشه ترسوندن که اگر من نباشم ایران ایرانستان میشه، آخونده هم میگن اگر ما نباشیم ایران جهنم میشه، و من و شما هم موندیم که حالا چه باید کرد؟ آیا همین کشورهای غربی و آمریکا و اینها رو زندگی کنیم، یا امیدی هست که به کشور خودمون برگردیم؟ اجازه بدید تشکر کنم از آقای حسن قیاسوند. ایشون لطف کردن و کتاب خودشون رو برای تلویزیون مردم پست کردن. ما قرارمون اینجا اینه که هر کسی کتابش رو پست میکنه، ما هم به عنوان تشکر اون رو پروموت کنیم. پروموت کردن معنی تبلیغ نمیده، ولی به یه جورایی هم تبلیغ هست. یعنی به عنوان تشکر نشون بدیم که دوستان بدونن یه نفر رفته لطف کرده، گردآوری کرده این و اینها رو به صورت کتابی در آورده، آیه های انسانی برای زندگی بهتر. جالبه چیزایی که نوشتن از خودشون من نمیبینم داخل این، بیشتر از حافظ، فردوسی، از شعرهای دیگه است. و اگر فرصتی هم بشه با ایشون صحبتی خواهیم کرد. میگن که موریس مترلین گفته تنهایی جهنم است، اما این جهنم با مطالعه تبدیل به بهشت میشود. دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفت که دکتر بهش گفته کتاب نخون، از مغز دیگه استفاده نکن، چون به یه جورایی انقدر از استفاده کردی که الان کم داری و باید به اصطلاح بیشتر از مغزت استفاده کنی، تا اینکه هی مثل یک اتاق خالی، مثل یک انباری اون رو پر کنی. ضمن این که خوشحالم با این دوستمون که چند مدتی بود اختلاف داشتیم و اینها باز صحبت کردیم، بیشتر خوشحالم و ممنونم از ایشون که ایشون گفت که ما هر دو اشتباه کردیم. من فکر نمی کردم که شما چقدر مشغول هستی و انتظار داشتم که مثل من به اصطلاح وقت داشته باشی. منی که بالاخره حالا نمیخوام بگم دوست از شما کمتر دارم، ولی اونهایی که با هم در تماس هستن فعلا در این شرایط کمتر هستن. از این بابت از ایشون ممنونم، از ایشون عذرخواهی کردم و امیدوارم اگر دلخوری هم بوده از بین بره. ولی در صحبتاشون یادتونه من گفتم که یک آقای کافر یا بیدین لا مذهب به علاوه یک آقای بهایی 5 تا جلسه برنامه آقای حسن ارشاد رو به اصطلاح سپورت کردن. این دوستمون برای من گفت که من یک به اصطلاح مبلغی رو میخواستم به شما یا تلویزیون مردم بدم و این به هر دلیلی اینجا مونده بوده روی میز من، و من وقتی که فکر کردم با این دوستم هم صحبت کردم، این دوست بهایی گفته که من به اصطلاح اونقدری که دلم میخواد پول ندارم که به آقای ارشاد کمک کنم. دوستان گوش کنید، یا آقای بهایی با آقای ارشاد از ایران کمک میکنه که ایشون بیاد انتقاد کنه از بهایی ها. اگه ما تونستیم اینو یاد بگیریم زندگیمون خیلی خوب میشه. بعد این دوستمون گفت، من گفتم خب من که این مبلغ روی میزم گذاشتم و هدفم این بوده که اینو برای سوربی یا برای تلویزیون مردم بفرستم، میدم به شما. آقای ارشاد گوش کنه، فکر کنم این پولا رو باید پس بدی به تلویزیون ما. بعد ایشون گفت که در اصل من اینو فرستادم. ضمن این که تشکر کردم گفتم خب شما وقتی این پول رو میفرستید و اون آقا باهاش برنامه میخره، درسته که این پول در حقیقت حالا غیر مستقیم آمده تو تلویزیون مردم، ولی من بابت این باید وقت بذارم، باید ویدیوهای ایشون رو بگیرم، و خیلی فرق میکنه با اون پولی که شما به تلویزیون مردم بدید یا با اون پولی که مستقیما به خود من بدید. حالا براتونم میگم، توی بیزینس و توی آمریکا تا یه اندازه‌ای رو اگر دوستان مثلا به خود من کمک کنن، من میتونم در جدول مالیاتی آخر سال بگم این رو دوستان به من کمک کردن، همونجوری که من اگه توی مهمونی باشم ممکن براشون آبجو بخرم. ولی وقتی به بیزینس، به تلویزیون مردم میدید، اونو ما باید عیناً گزارش کنیم، روش مالیات بدیم. پس اگه شما مثلا 100 دلار برای من بفرستید، ممکنه من رو 100 دلار 15 دلار 20 دلار مالیات بدم، ولی اگه 100 دلار برای تلویزیون مردم میفرستید،
دو سه تا مالیات میده تا برسه به دست ما میشه هیچ. این یک. دوم از این، درسته که بله من دوست دارم این کوچه آباد باشه چون منم جزء این کوچه هستم، ولی اگر شما یه کمکی که میفرستید برای من بفرستید، خب من لباس خودم رو نو میکنم، چراغ خونه خودم رو نو میکنم، در گاراژ رو نو میکنم، نمیدونم میل باکسمون، صندوق، در صورت ممنونم. این دوستمون میگم حالا چون با حسن نیت این کار کرده نمیشه ازش ایراد گرفت، ولی ای کاش این دوستان از ما بپرسن که آقا من میخوام این پول رو به شما بدم، یا میخوام به تلویزیون مردم بدم، یا میخوام به آقای دکتر نصر احمدی بدم، یا میخوام به آقای دکتر افشارها بدم، یا میخوام به آقای ارشاد بدم، به چه صورتی، به چه نامی بهتر است. بگذاریم، اون چی که مهمه اینه که من با این دوستمون صحبت کردم، مهمتر این که هر دو از راه دور روی همدیگر رو بوسیدیم و گفتیم که دلخوری نداریم و نخواهیم داشت. و اما آیه های انسانی، این کتاب گردآورنده آقای حسن قیاسمند هستن، بهتون نشون دادم. حالا اگر فرصتی هم بشه یک مصاحبه‌ای با ایشون خواهیم داشت، یا اگر این کتاب رو به صورت PDF در آورده باشن مثل آقای دکتر نصر احمدی که کتاب قانون اساسی رو با کمک بهمن عزیز این کار رو انجام دادن و به صورت PDF روی دو تا وبسایت، یکی رایستان.org یکی رایستان.com، میتونید شما برید و این کتاب رو بگیرید بدون هیچ خرج. و اما در رابطه با دکتر نصر احمدی، نویسنده کتاب قانون اساسی و دوستی که چندین بار در این تلویزیون برنامه داشت، در تلویزیون ایتو برنامه داشت و داره، من دیروز با ایشون صحبت کردم و گفتم که چون حمایت نشده و هفته قبل هم حقیقتا از جیب خودم بوده و اینها، شما به من خبر بده که برنامه چیه، با دوستان صحبت کن و اینها. من به شما گفته بودم که خودتو علاف آدمای پست فطرت و دروغگو نکن، ولی شما گوش ندادی. در هر صورت قرار بود که تا امروز به من خبر بدن. من به ایشون گفتم قبل از 12، ما بعضی وقتا یادمون میره که 12 ما 9 صبح اون هاست و من معمولا با ایشون 12 ظهر به وقت کالیفرنیا 3 بعد از ظهر مصاحبه میکنم. در صورت چون الان ساعت 2:35 است و تا الان خبری نشده، من به اصطلاح فرض رو بر این میذارم، چون هفته قبلم در تلویزیون در برنامه آقای پرویز مینوی حاضر نشدن، شاید امروز در برنامه ایشون باشن و به اصطلاح بتونید شما ایشون رو ساعت 6:30 از تلویزیون ایتو ببینید. من این برنامه ها رو اگر همه چیز ردیف باشه به صورت زنده پخش میکنم، یعنی رله میکنم. اگر نباشه، مشکلی باشه، چون ایتو نمیدونم واقعا طبق چه منطقی 3 پلیر گذاشته روی یه صفحه و هر کدومشو میزنی یه فیلمی میذاره و اینها، یه جور ما هر کدوم از دیوانگی برای خودمون رنگی انتخاب کردیم. در هر صورت اینم روش آقای امیدواره و هر کسی آزاد هست هر روشی رو دوست داشته باشه انجام بده. در صورت این هم ماجرای آقای دکتر نصر احمدی. اگر مایل هستید برنامه های ایشون رو حمایت کنید یا با ایشون صحبت کنید، شماره تلفن مستقیم ایشون هست 818-201-57-79. و اما چند روز پیش من وقتی که صبح آمدم اینجا، دیدم هیچ وقت یه وسیله نو، حتی کامپیوترهای نو، تلویزیون نو وقتی تازه روشن میکنید دیدید یه بوی پلاستیک میده، پلاستیکا که داره گرم میشه و اینها یه بوی میده، بعد یک ساعتی میره دیگه اون بو. ماشین نو که میخرید بوی این اگزوز و بوی موتور و اینها که دارن داغ میشن و گرم میشن یه دو روز میاد بعد تموم میشه. من وقتی آمدم اینجا دیدم که یک بوی پلاستیک سوخته میاد. یادتونه تو ایران یه جای تایر آتش می‌زدن، تو دوره انقلاب خیلی رسم شده بود تایر آتش می‌زدن برای این به اصطلاح گازهای اشکاور و اون بو رو فکر کنم هممون می‌شناسیم. آمدم اینجا یه کمی وارسی کردم و دیدم که این مودم ما یه کمی بو میده. آمریکایی‌ها وقتی میخوان بگن یه چیزی شک داریم میگن smell fishy، یعنی بوی ماهی میده. در اصل آمدیم و دیدیم این مودم ما، گفتیم خب حالا شاید اون پایینه، زمین که اینجا خیلی باز و هوا هم میره و اینها،
آوردیم گذاشتیمش بالا. وقتی آوردیمش بالا دیدیم خیلی گرمه و اگر برنامه ها رو پیگیری کرده باشید میبینید که مخصوصا تو دو سه روز گذشته این انکودر ما گهگاهی خاموش میشه و قبلا یه پروگرامی داشتیم خودش اتوماتیک وار روشنش میکرد، بعضی وقتا حتی شما هم متوجه نمیشدید، خود منم اگه میمدم متوجه نمیشدم که این خاموش شده یک لحظه و روشن شده. اون پروگرامو ویندوز یا آقای بیل گیت یا مایکروسافت دیگه سپورت نمیکنه و اینها وقتی سپورت نمیکنن مثل اینه که شما یه ماشینی داشته باشین مدلش کهنه باشه بری بگی من مثلا فنرشو میخوام، میگن دیگه نداریم، حالا یا باید بری ماشین یه ماشین دیگر رو بخری عوض کنی اینها، یا بری از یه کشوری دیگه. بالاخره خلاصه ما زنگ زدیم. ماجرای اینجام این هست، اتفاقا با این دوستمون که دیروز صحبت میکردم گفتم که من الان با این دوتا شرکت درگیر هستم. به این میگیم آقا یه اشکالی هست، میگه نه ما خطمون درسته، اونها اشکال دارن، کامپیوترهاشون یا سرور شما یا سرور اونها با هم وصل نمیشه، ولی این وسط ما درست. بالاخره به اونجا رسیدم که گفتم اگر یه همچین اتفاقی بیفته مجبورم یکی از این کامپیوترها رو بردارم برم خونه داداشم، خونه دوستم، از اونجا این کار رو انجام بدم تا بعد به اونا بگم ببین کامپیوتر من که کامپیوتر منه، اونی هم که برای ما این کار رو داره انجام میده از کالیفرنیا یا از کانادا اونم اونه، چطور حالا من از سرویس کاکس آمدم به ورایزون درست شد. خلاصه امروز یه آقای اومد، این آقا از مسیحیای سوریه هست، خیلی آدم خوبیه، قبلا هم یکی دو بار که مشکل داشتیم آمده و چون پیرمرد هست مثل جوانها بی‌حوصله نیست، این جوانها از بس بی‌حوصله هستن یک کاری رو به جای اینکه یه بار انجام بدن دو بار سه بار غلط انجام میدن، بار آخر درست انجام میدن. این خیلی با حوصله نشست تست کرد، امتحان کرد، بلافاصله تا گفتم که این مودم گرم کرده و اینها، گفت شما چون 24 ساعت مودمتون و راوترتون کار میکنه، مودم رو هر 6 ماهی به ما بگید اصلا براتون عوض میکنه و راوتر رو هم خودتون هر 1 سالی یه دونه نو برای خودتون کادو بخرید. گفتیم چشم. بعد رفت کیبل و اینها رو درست نگاه کرد و اینها، یه چیزی دارن، گفتم بهتون قبلن، به نام پاکت لاس. پاکت لاس به این صورته که از اینجا پینگ موج میفرسن موج میگیرن، موج میفرسن موج میگیرن، مثلا 60 بار این کار رو میکنن ببینن 60 بار چند تاشو تو را ملاخور شده یا دزدان سرگردنه دزدیدن. الان که 3 ربع ساعت قبل از برنامه که ایشون تموم شد و بهش گفتم من دیگه باید بپرم توی حمام یا اینکه با عکس برنامه اجرا کنم، درست شد، مودم نو، راوتر نو، کیبل نو، هم اینجا کیبل نو، هم اینجا تا باکس نو، هم از باکس تا به اصطلاح پایین در بیسمنت همه چیز نو مثل روز اول. ای کاش که ما هم میتونستیم آدم ها خودشون رو نو کنن، جدید کنن. البته راههایی هست، حالا اگه نمیتونیم از لحاظ سن و جوانی اینها، میتونیم به اصطلاح دلمون رو یا فکرمون رو نو کنیم و جدید کنیم. و اما آیا شما هم متوجه شدید که برخورد ما ایرانی ها چه در زمان شاه، چه الان در زمان شیخ، چه در داخل ایران، چه در خارج ایران، یه مقداری برخورد ارباب و رعیتی است؟ یعنی ما همیشه فکر میکنیم که این آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اینها ارباب ما هستن و ما رعیت اینها هستیم. شما متوجه شدید یا من به اصطلاح خیلی حساسم؟ یک نوشته ای رو خانمی هست به نام خانم ناهید حسینی، ایشون در رادیو تلویزیون های مختلف برنامه داشتند و دارند، اجازه بدید من اصلا صفحه ایشون رو هم بهتون نشون بدم، یه تبلیغی باشه برای ایشون و ضمنی که به تبلیغ من احتیاج ندارم، ولی من یه هدفی دارم که میخوام ببینم که آیا اشتباه میکنم یا شما هم متوجه این شدید. ببینید شما اگر رو صفحه ایشون برید، یک خانومی که همین عکس کوچولو رو هم که شما میبینید، اون زیبایی شرقی، حالا بگذاریم که مثلا ایشون خب موهاشون رو رنگ کردن، ولی شما این زیبایی رو میبینید.
و مهم نیست که ماها چند سال در کشورهای خارج زندگی کرده باشیم، حتی اگر از جوانی آمده باشیم به این کشورها، باز ما هر قدم انگلیسیمون خوب باشه، هر قدم با زبان اون مردم صحبت کنیم، باز این خارجی ها، یعنی اینها خارجی ها که نه، تا با ما صحبت میکنن اینها متوجه میشن که ما خارجی هستیم. حالا یک مقاله ای رو ایشون نوشته، من اصلا وقتی اینو خوندم خوشکم زد، بیشتر به این دلیل که خانم ناهید حسینی اینجا نوشتن در دانشگاه کار میکنن. البته نمیدونم چه کار میکنن، از ایشون پرسیدم که آیا شما در دانشگاه درس میدید، ولی دیگه بعد از اون پاسخی نگرفتم از ایشون. احتمالاً به اصطلاح چون بعد از ظهر و ایام موقع عصر هست توی لندن، ایشون گرفتارن. ولی دوستان 20 ساعت قبل خانم ناهید حسینی با اون قیافه‌ای که من به شما نشون دادم این مقاله رو اینجا گذاشتن. نوشتن کارم در دانشگاه تمام شد و بعد برای رفع خستگی تصمیم گرفتم خودم را به یک قهوه مهمان کنم. هنوز جابجا نشده بودم که خانم انگلیسی مسنی رسید، پرسید آیا می تواند سر میز من بنشیند. من هم با کمال میل خوش آمد گفتم. می گفت خرید زیادی کرده و بردنش به منزل یا خونه برایش سنگین است. گفتم خودش تنها، گفت خودش تنهاست و هیچ کسی را ندارد. پرسیدم حتی فرزند؟ گفت نتوانسته بچه دار شود. من هم گفتم خب ناراحت نباش، این دنیا برای فرزندانمان اصلا امن نیست، همیشه برای آنها باید نگران بود. به هر حال سر صحبت باز شد و خیلی گرم شروع به صحبت کردیم. کارمند ارشد سازمان ملل در ژنو بوده و بعد از بازنشستگی به محل تولدش کینگستون نزدیک لندن برمیگردد. به او گفتم این منطقه خیلی جای خوبی است و او بلافاصله گفت که قبلا خوب بود، الان زیاد خوب نیست. پرسیدم چرا؟ در حالی که صدایش را آروم کرد گفت چون اخیراً خارجی زیاد به اینجا آمده و دیگر مثل سابق نیست. من هم خندیدم و گفتم خب من هم خارجی هستم. یک باره گفت جدی میگی؟ دوستان دقت کنید، جدی میگی؟ ولی تو اصلا به این خارجی ها نمیخوری، من فکر میکردم که اینجایی هستی. به او گفتم که ایرانی هستم، ولی واقعا مثل اینکه دلش میخواست مرا با همان دید خودی بنگرم. دیگر ادامه ندادم. به صحبتهایش ادامه داد که خونهی بزرگ داره و کلی اسباب و لباسها یه با ارزش که از سالها قبل حفظ کرده، ولی توانایی جمع و جور کردن آنها را ندارد. دلش میخواهد کسی را داشت که میتوانست او را کمک کند. بیچاره دیگر نگذاشتم ادامه بدهد و به او گفتم من باید بروم و خداحافظی کردم. و او در حین خداحافظی می گفت من تقریبا هر روز اینجا برای خوردن غذا می آیم، می تونیم دوباره همدیگر رو ببینیم. من هم در حالی که به او گفتم می گفتم باشه به امید دیدار مجدد، در دلم فکر می کردم باید یاد بگیرم گاهی نه بگویم، حتی اگر دلم نخواهد. دلگیرم از وقتی برای بعضی ها گذاشتم ولی ارزشش را نداشتن. اما از فکر این زن تنها در نمی آیم. اولا واقعا میگم من متوجه نشدم. خب چیه، شما از یه بر خوشحالید که ایشون شما رو خودی دونسته، از یه بر ناراحتید که برای بعضی ها وقت گذاشتید، اونها ارزش تو قدر شما رو نمیدونن. من فکر کنم شما دو سه تا چی رو قاطی کردی و فکر کنم همون موقع که این خانم رو دیدید شاید یاد تنهایی خودتون هم افتادید. ولی بیایم دوستان به اون چیزی که من شروع کردم یه مقداری نظر بندازید. من و شما ها تا کی میخواییم اگر خارجی، اگر آمریکایی، اگر انگلیسی، به ما چه مستقیم چه غیر مستقیم توهین کرد ما حرفی نزنیم. مثلا من اگر یک کسی اینقدر احمق باشه
که تفاوت یک زن زیبای ایرانی رو با این دوستان انگلیسی که ماشاءالله معروفن در دنیا، دندون ها مثل دندان اسب، نمیدونم خیلی خوشگلن دیگه، بمانه اسب هم خوشگله، اینها رو و کسی که مخصوصا کارمند ارشد یونایتد نیشن بوده و هنوز در سن و در سنین آخر عمرش هنوز تشخیص نمیده که این خانم خارجیه و هنوز تشخیص نمیده که این خارجی هایی که ایشون ازشون بدشون میاد همون مسلمونا کسانی هستن که این کشورهای انگلستان و دیگر کشورهای رفتن اونجا کلونی های درست کردن 200-300 سال پیش و اون موقع بردند و خوردند، حالا عملشون پاپیچشون شده. شما خانم حسینی وظیفه داشتی به این خانم بگی که من هم از کشورم در رفتم به خاطر افراد انگلیسی که شما فرستادید اونجا، ولی شما همون که این گفته شما مثل خودمونی قند تو دلت آب شده، اصلا دیگه قهوه هم تلخ نبوده، خوشحال شیرین خوردی و رفتی. اگر خواستید در این مورد من خوشحال میشم با هم صحبتی داشته باشیم، چون شما هم فعال حقوق زن هستید هم نویسنده هستید. ببینیم که وقتی که زن ایرانی که در دانشگاه انگلستان کار میکنه، مهم نیست هر کاری در دانشگاه انجام بدید، شما همین که با نسل جوان با نسل دانشجو در تماس هستید، شما یک زندگی بهتری داری به نسبت کسی که صبح تا عصر میره توی کارخونه فقط یه دکمه ای رو میزنه روی پیرنی. زن ایرانی در دانشگاه انگلستان کار میکنه، طرز فکرش اینه. اون وقت این خانم نویسنده جامعه منه، این خانم فعال حقوق بشر جامعه منه، این خانم طرفدار زنان جامعه من هست. ایداد بر سر چی بود گفت؟ وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم، خانم حسینی وقتی شما نمیتونی در مقابل یک نفر در یک قهوه خانه در یک کافی شاپ جوابگو باشی که چرا امروز دنیا با این بحران مهاجر روبرو هست، شما میتونی طرف آخوند بشی؟ شما میتونی روبروی آخوند وایسی؟ همین الان که با شما صحبت میکنم دوستان عزیز، در مجالس آمریکا در رابطه با توافق ایران و پنج به علاوه یک، دوستان امروز چندومه؟ امروز نهمه، پس فردا 11 سپتامبر سالگرد اون ماجرای واقعا فاجعه 11 سپتامبر که هنوز معلوم نیست که دست چه کسانی پشت این ماجرا بود. کسی میتونه برای من تحقیق کنه این دوتا ساختمونه که زدن زمین صاحبش کی بود، بیمه چه پولی داد، الان صاحب اونها کیه، چجوری شد این ماجراهای؟ برید نگاه کنید 90 دقیقه فیلم لوز چنج، یعنی پول خورد، نمیدونم چرا اسمشو این میذارن، کسی میدونه من بگید، در حقیقت میگنش فلسفه دسیسه، conspiracy theory. اینها هست که بعضیا میگن خود همون دولت جورج بوش کرد، یک کسی حتی از کلینتون پرسید، یک کسی حتی از بیل مار پرسید، اونها گفتن نه قباحت داره این صحبت ها و اینها، حالا زمان بگذره تا اصل این ماجرا پیدا بشه. چرا اگه اینها از عربستان سعودی بودن آقای جورج بوش وسایل به اصطلاح همه فرودگاه رو بس ولی هواپیما در اختیار خانواده سعودی گذاشت که برن و هرچی هم میخوان با خودشون ببرن؟ این چراها رو پاسخ بده. آقای فرزاد شبستری ویدیوی خودشون رو آخرین چهارشنبه هر ماه ارسال میکنن، ولی ویدیوهای این 46-47 هفته برنامه گذاشتن، 7 ماه برنامه گذاشتن، اینها رو به ترتیب برای شما میفرستن و نشون میدن و اینها، نگاه کنید اگه خواستید با خودشون با آدرس پستی، ایمیل، یوتیوب تماس بگیرید. این هم از این ماجرا و بسیار ممنونم. خیلی از شماها به من گفتید که من اونجوری که باید و شاید به آقای چمنارا پاسخ ندادم. ببینید دوستان، من نظراتم رو گفتم در رابطه با نظرات آقای چمنارا و دیگه قرار نیست هر روز ما سر هم دیگه فریاد بزنیم.
ولی هر روز حق داره ایشون بیاد نظرات خودش رو بگه، منم نظرات خودم رو بگم. من هنوز که هنوزه وایستادم یه نفر پیدا بشه به من بگه این آقای فردوسی چگونه بسی زنده کردم بدین پارسی، اینو برای من توضیح بده، هنوز پیدا نشده. حالا من برنامه های آقای پرویز نظامی رو میبینم، تلویزیون فرهنگ ایران زمین، pctviran.com، فرهنگ ایران زمین، ایشون در نیویورک هست. اگر شما برنامه‌ای دارید که نمیخواین تو تلویزیون‌های سیاسی و شلوغ و اینها به اصطلاح اجرا کنید، میتونید با ایشون تماس بگیرید. در تلویزیون ایشون برنامه‌های اجتماعی، هنری، ادبی، فرهنگی، و اگر هر کدام از شما خواستید درباره فردوسی و اینکه چگونه قوم عجم، قبیله عجم من و شما رو زنده کرده صحبت کنید، مهمان من باشید. این هم از این. خب ببینم چی میشه و کجا میره. اوکی، توده امروز یک سری نامه هایی از افرادی که گویا در نیروی دریایی بودن به همدیگه فرستاده شد در رابطه با آقای هوشنگ آریانپور، ولی من پاسخ آقای آریانپور رو برای شما و این دوستان میخونم، فکر کنم از توی پاسخ خود شما متوجه میشین، چون توی کار رادیو تلویزیون یه روشی هست که شما بعضی وقتا سوال رو مطرح نمی کنید و به اصطلاح خود اون کسی که پاسخ میده مثلا میگه شما که گفتید دو دو تا چند تا میشه، یعنی دیگه شما میفهمید که پرسش، ببخشید اگه گفتم پاسخ، پرسش رو میفهمید، پاسخ رو هم میشنوید. هموطن گرامی، جناب ناخدایکم منوچهر شریف رازی، با عرض سلام ایمیل شما را دریافت کردم. برابر روشی که در اکثر نیروهای دریایی جهان رایج است، هر واحد شناور دارای دفتری است به نام لاگ که کلیه اتفاقات و وقایع مهمی که در آن ناو رخ می‌دهد روزانه به دستور فرماندار در آن درج می‌گردد. آیا شما به عنوان فرمانده زیر دریایی که قبل از انقلاب از هر لحاظ آماده بود در لاگ یا روز شمار زیر دریایی وقایع روزنامه را یادداشت می نمودید؟ و آیا در هنگام تحویل زیر دریایی به مقامات نامعلوم آمریکایی این لاگ را در زیر دریایی باقی گذاشتید و یا همراه با سایر مکاتبات رسمی به همراه خود از زیر دریایی خارج نمودید؟ اگر چنین کردید پس چرا این مدارک حیاتی را به اطلاع همگان نمی رسانید تا کور شود هر آن که نتواند دید؟ به ترتیب به نوشته شما جواب داده می شود. 1. گذراندن دوره‌های آموزشی. به نوشته خودتان خدمه زیردریایی پس از طی موفقیت آمیز کلیه دوره‌های آموزشی و گذراندن یک سال آموزش عملی در دریا طی مراسم ویژه‌ای زیر دریای تروت در تیما 1357 تحویل نیروی دریایی ایران گردید و پرچم ایران در بالای دکل اولین زیردریایی ایران به اهتزاز در آمده و نام آن زیردریایی تروت و نام آن کوسه گردید. فیلم این مراسم تحویل و تحول کجاست؟ چگونه ممکن است که شما یک نسخه از آن را در اختیار نداشته باشید؟ من در مورد دوره آموزشی صحبت نکرده بودم که شما اصرار دارید که طی دوره‌های آموزشی را به علت شوق و استعداد و زحمات شبان روزی خدمه زیردریایی در فراگیری هرچه سریعتر قلمداد کرده و به رخ دیگران کشیدید. آیا طی دوره آموزشی در محیط بسیار مناسب و با توجه به شرایط و امکانات بسیار خوب مراکز آموزشی در آمریکا و سایر امکانات جانبی آن در مقایسه با شرایط بسیار سخت نیروی دریایی در بندر عباس و بوشهر، چرا خدمه ایرانی نباید از این فرصت استثنایی و هرچند کوتاه مدت بهره برده و با علاقمندی بیشتری به اجرای وظایف محوله بپردازند؟ آنها برای فراگیری به آمریکا آمده بودند و وظیفه داشتند آن را به نحو احسن انجام دهند. بنابراین
به آن افتخار کردن، بنابراین به آن افتخار کردن برای چیست؟ دو، شما اشاره می کنید که در 22 بهمن 1357 شایعاتی به گوش شما رسید که زیردریایی کوسه را به کشور سالسی بفروشند. جای تعجب است که در همان روز به ثمر رسیدن انقلاب این شایعات به گوش شما رسیده است. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ چون تا چند هفته پس از 22 بهمن هیچ کس در ایران از بالاترین و پایینترین مقامات انقلابی نمی‌دانستند که چه اتفاقی رخ داده و چگونه رژیم سلطنتی به این سادگی فروپاشی شده است و برنامه دولت آینده چیست و روابطش با سایر کشورها چه خواهد بود. جالب تر از آن این بود که فرمانده نیروی دریایی دریاسالار حبیب اللهی و جانشینش دریاسالار اسد محسن‌زاده تا دو روز پس از انقلاب در سر کارشان حاضر می شدند و در همان روزها بود که دریادار مجیدی کلیه امرای دریایی مستقر در تهران را در آمفی‌تئاتر ستاد نیروی دریایی بازداشت کرده و در نظر داشت به اتفاق داماد خمینی آقای اشراقی آنها را در کیسه کرده و تحویل کمیته امام در مدرسه علوی دهند. حال شما ادعا میکنید در اردیبهشت ماه 1368 نامه ای از ستاد نیروی دریایی دریافت کرده اید که زیر دریایی را به کشور آمریکا پس بدهید و در نتیجه شما را وادار کرد که گزارش مفصلی در مورد مزایای حفظ زیر دریایی. اجازه بدید من این رو ببندم، دوستان هی تلفن میزنن. این نامه بسیار طولانی است ولی ارزش خوندنش رو داره. و در همان روزها بود که اشراقی آنها را در کیسه کرده و تحویل کمیته امام در مدرسه علوی دهند. حال شما ادعا میکنید در اردیبهشت ماه 1368 نامه ای از ستاد نیروی دریایی دریافت کرده که زیر دریایی به کشور آمریکا پس بدهید و در نتیجه شما را وادار کرد که گزارش مفصلی در مورد مزایای حفظ زیر دریایی و حرکت به طرف ایران و و و ایران را ارسال کنید. هم قطار گرامی، لابد شما یک نسخه از آن نامه تاریخی و با ارزش خود را در اختیار دارید، چرا آن را به اطلاع عموم نمی رسانید؟ دوستان، من حدود دو هفته قبل یه ملاقات داشتم با آقای تیمسار آریانپور و این مرد اینقدر منظم و مرتب نامه ها، کاغذ ها، گزارشات، روزنامه ها، حتی مال موقعی که دانشجو بوده 1960 و اینها در انگلستان. دوستان، شماها همین یک ماجرا رو نگاه کنید. آقای بابک هروی، این نیرو دریایی شاهنشاهی بوده، اون نیروی هواییش بوده، اون نیروی زمینیش بوده. ببین چجوری امکان داشته که بتونن اینها با هم همکاری کنن وقتی که اینقدر داخلش اختلاف بوده. بریم آگهی‌ها رو ببینیم، برگردیم. اگر کسی این نامه رو میخواد یا مستقیما با آقای آریانپور تماس بگیره یا با من تماس بگیره، من این نامه رو به همراه اون نامه‌ای که اون آقای شریف پور بود، شریف زاده بود، چی بود، فرستادم. ولی یک جای تأسف دیگه هست که بعضی از آمریکایی‌ها میگن لو لایف. اجازه بدید ما همون پس فطرت ها رو بگیم. بعضی از این پس فطرت ها حتی اگر مقامای بالایی هم گرفته باشن، باز در نام نگاری و اینها به دیگران توهین میکنن و همون شعبون بیمخهای رژیم پادشاهی، نه رژیم سلطنتی، باقی موندن. آگهی‌ها رو میبینیم، برمیگردیم و دو تا فیلم هم امروز براتون دارم که خیلی جالبه. وقتی یه دوستمون این رو برای من فرستاد، نوشت آقای سوربی به این میگن تلویزیون و به این میگن اخبار، گفتم یکم فکر کنم شاید منم امروز این کارو کردم، حالا بعد به شما نشون میدم، ازتون میپرسم نظر شما چیه. با هم این دوتا آگهی رو ببینیم و برگردیم. سی و دو سال سابقه کار در آمریکا، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش پیراستن، به از خانه اجاره‌ای نشستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید.
انجام کلیه کارهای ساختمان، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی صحبت می کند. ساعت کار 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب پتروس در خدمت شماست. شماره تلفن 818-209-6052. ایشون نوشته که عضو 08 ایرانیان هست، ضمناً از پذیرش و انجام کار در بیورلی هیلز معذوریم. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه‌گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 079-58-21-19-11. لطیف زمانی غیر ممکن را ممکن می سازد. خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما و ممنونم که با ما بودید، با ما هستید. اجازه بدید که بریم سراغ یه دکتری که من بارها به شما گفتم. ما یه ضرب المثلی داشتیم که میگفتن، البته عوضش کرده بودن، میگفتن خر اگر لقمان شود باز هم خر است. بعد بعضیا با هر کسی بد بودن اسم اونو میگفتن، با هر قومی بد بودن اسم اون قوم رو میگفتن و الی آخر. یکی از این افرادی که مهم نیست دکتر بوده باشه یا پروفسور باشه و همون خری که بوده هنوز هست، این آقای دکتر مرتضی آقا محمدیه. من پیام ایشون رو براتون پخش میکنم و چون شمارش رو داده میذارم، شمارش هم شما بشنوید، باهاش تماس بگیرید، بلکه شما با این صحبت کنید و این از تنهایی در بیاد. آقای نصر احمدی، یادتونه روزی که راجع به این دکتر آقا محمدی صحبت کردید شما؟ من گفتم که خدا کنه ایشون با شما بیشتر مشغول بشه که دست از سر ما و مزاحمت برای ما برداره. شما آقای احمدی، یکی از مشکلاتون اینی که حرف گوش نمی کنید، فقط حرف می زنید عزیز من، و وقتی حرف گوش نمی کنید و فقط حرف می زنید باعث میشه که یه الاغی مثل این دکتر مرتضی آقا محمدی فکر کنه که شق القمر کرده. با هم صحبتای اینو گوش می کنیم و من هم اینجا به این نادان پاسخ می دم. بفرمایید. باشن که از اولش براتون پخش کنم. الو، سلام جناب صبحی، من مرتضی هستم دکتر. سلام روی ماه نشست، برو در صورت تو بشور بیا. مرتضی آقا محمدی، شماره تلفنم 530-753-9715. من روزای دوشنبه رو برنامه آقای دکتر احمدی رو نگاه میکردم. الاغ جون، امروز چهارشنبه است نه دوشنبه، امروز چهارشنبه است. شما 2-3 روز از زندگی عقبی، بفرما. امروز شما فرمودید که زنان 12:30 دقیقه است، هنوز ایشون تلفن نزده، بنابراین ممکنه برنامه ایشون. من اصلا 12:30 دقیقه برنامه نداشتم، گفتم به آقای نصر احمدی دیروز تماس گرفتم، به ایشون گفتم که شما به من تماس بگیر، بگو که میخوای برنامه داشته باشی یا میخوای بری تو برنامه آقای مینویی یا چی. آقای نصر احمدی به من تماس گرفت، اصلا حالا ایشون یادش نیست، پیام گذاشته سوربی جان به من فوری زنگ بزن. بعد من که بهش زنگ زدم
میگه من یه جایی هم که نمیتونم صحبت کنم. خب آقا اگه نمیتونی صحبت کنی، گوشی رو بر ندارید، بذارید بره رو پیامگیر. بعد آقای نصر احمدی، به من مربوط نیست که یک رشتی یا یکی ادای رشتی ها رو در آورده به شما یه چیزی گفته، بعد گفته به من زنگ بزن به شماره تلفن هلند، بعد شما به اون. اینا مشکلات شماست، ماجراهای شماست، همون جوری که در دام اون نادان افتادی، همین جوری که وقتت رو با این نادان تلف میکنی. من الان بذارید گفتای این احمق رو بشنویم. آخه ماشاءالله یکی و دوتام احمق دور ما نیستن، همه هم اسمشون دکتره. بفرمایی آقای دکتر نادان مرتضی آقا محمدی. نباشه، من به ایشون زنگ زدم، ایشون گفتن نه. من دیروز به من زنگ زدن گفتن که ممکنه برنامه نداشته باشه. یعنی بله، خب بفرمایید. اینکه شما به مردم راست نگفتید که بعد آخه اولاق برنامه منو برو نگاه کن دوباره رو یوتیوب، من همینو گفتم و آقای نصر احمدی گفتم، روز دوشنبه هم گفتم، گفتم دوم، امروز نهمه، دوم از جیب مبارکم وقت خودم رو دادم به این آقا. به ایشون زنگ زدم گفتم که کسی شما رو سپورت نکرد، اون دوست ارمنی ما میگه که من ایشون رو سپورت کردم، منتظر بودم دیگران بیان، دیگران مفتخور مثل آقا محمدی فقط از این تلویزیون به اون تلویزیون و همه تیپا میزنن دم فلانجاش میندازنش بیرون. حالا که شما میگی من زنگ میزنم با آقای نصر احمدی و به ایشون یه پیشنهاد برادرانه میکنم که آقا شما یه کمی اجازه بدی. بله آقای احمدی، سربی هستم. سلام. سلام آقای سوربی، حال که شده، من منتظر بودم، دیروز با هم صحبت کردیم، خواست زنگ زدی فرمودید که ممکنه ساپورت نباشه و برنامه جان نشه، گفتم اجازه بدید که فردا من از مردم خدافزی کنم، اگر کسانی مایل هستند ساپورت کنن برنامه ادامه پیدا کنه، اگر هم نه که من از منظر مردم خدافزی کنم. من الو ماشاءالله شما تا شروع میکنی همینجوری حرف میزنی و نمیذاری ما صحبت کنیم. من به شما نه من یه جمله بیشتر نگفتم، شما حساب بکنید ثانیه تقریبا 12 ثانیه بیشتر نشد. شما بعد از اینکه ما با هم صحبت کردیم دیروز عصر برای من پیام گذاشتی، من با شما تماس گرفتم، بعد شما وایسادید راجع به یه نفر که از یه جایی شماره گفته و لهجه یه جای دیگر رو در می آورد و گفتید من حتی اینجا نمیتونم صحبت کنم و اینها، بعد گفتم پس با دوستانتون صحبت کنید، به من خبر بدید که فردا با ما خواهید بود یا با آقای مینویی خواهید بود، و شما تا امروز دیگه به من تماس نگرفتید. آقای احمدی سوری عزیز، قرار بعد اجازه بدید، اجازه بدید من هرگز در عمرم به تلویزیون یا رادیو زنگ نزدم که با من مصاحبه کنید سراسر زندگانی. دو، هرگز به تلویزیون یا رادیوی پول ندادم یا ساپورتی نشد برای برنامه من. نخستین بار در برنامه شما پولی بود که من صحبت کردم تا دیروز که آخرین مهلت ساپورت بود. به من خودتون گفتید اگر ساپورت نکنن برنامه نخواهد بود، گفتم خدا پدرتون رو بیامرز، پس خوب شد. فردا من از مردم تقاضا میکنم اگر کسانی بخوان برنامه را ساپورت بکنن برنامه ادامه پیدا بکنه، بگرنه از مردم خداحافظی میکنم. اما اون داستانی رو که راجب اون لحجه من با شما صحبت کردم و گفتم اجازه بدید من با شما صحبت کنم، الان این پنکه میچرخه و کولر کار میکنه، اجازه بدید یه چند متر فاصله بگیرم. نگفتم من جای هستم نمیتونه صحبت کنم. من هرگز در هر جایی تلفنی باشه من تلفن رو پاسخ میدم، ولی دلیل خداوند باری تعالی بر روی زمین باشه. نه. من از اون دست آدم ها نیستم. ببینید من از اینجا که زنگ زدم من تلفن رو بر نمیدارم. آقای احمدی من از اینجا که زنگ زدم اونجا سر و صدا بود، بعد شما هم آهسته صحبت کردید. صدا کولر بود، صدا کولر بود. من که اونجا نیستم. آخه کلمه فاصله که نمیتونم تو صحبت کنم دو مفهوم مختلفه. بله بله. برای مردم خلط مبحث میشه. اجازه داره بگذاریم اینا مسائل فنیه. آخرین مهلت و امروز که من میخوام با هم میهنانم صحبت بکنم، اگر تمایل دارن به گفتار من که هنوز و هنوز یک کلمه راجع به قانون اساسی پارلمانی نگفتیم صحبتی داشته باشم، و اگر ساپورت کنن که ادامه بدیم، اگر هم ساپورت نشه من از معذر هم میهنانم در این برنامه خدافزی بکنم از رادیو شما تلویزیون شما. امید.
بفرمایید. خب ما در خدمتتون هستیم و من فقط یه سوالی به شما یه پیشنهادی به شما میکنم. شما وقتتون رو با افرادی مثل آقای دکتر مرتضی آقا محمدی که از رادیو تلویزیون ها فقط استفاده میکنه که چون از خانمش جدا شده و تنها هست و اینها تلف نکنید آقای احمدی، اینها مال نیستن، اینها اگه مال بودن به قول قدیما میگفتن سال وبایی برده بودنشون. من وقتی به شما میگم آقا اون شخص پست فطرت شما رو سر کار گذاشته، بعد شما میگید من حالا ازش خواستم رسیدای بانکیشو برای من بفرسه، اصلا من اینجا میخوام شاخ در بیارم که آقا سربی که نمیاد 200 دلار بخواد از آقای احمدی چش بره و برنامه‌شو قطع کنه. آدم باید احمق باشه همچی کاری بکنه. اگر شما یک مرغی پیدا کردید که تخم طلایی میذاره و قرار هر هفته به شما پول بده که شما پول بدید به تلویزیون مردم، آیا شما فکر کنید سربی اینقدر احمقه که این مرغ رو سرش رو میبره و میذاره لای برنج میخوره، یا میذاره این مرغ تخم طلایی بذاره؟ گاهی اوقات سوء تفاهم میشه. علت جنگ اینه که تفاهم نیست. بله. یعنی وقتی تفاهمی نباشه بین آدم ها جنگ پیدا میشه. اساس بر تفاهمه. دکتر منتظارا فرمودید آقا محمدی به تشخیص من مرد وارسته است، مرد دانایی است و در کار خودش مسلطه، اما یک دلسوزی هر عنصر انسانی برای مردم و میهنش داره. ایشون هم به همین مناسبت، این است که من هم به توصیه شما همیشه کوششم این بوده با آدم های بیهوده وقتی را تلف نکنم. اگر با دکتر مرتضی آقا محمدی گفتگویی میکنم، من ایشون آدم وارسته به ویژه در کار خودش مسلم میدونم. اما مسئله ایره که فرمودید اون آقا گفت برای شما پول فرستاده و دوباره به من زنگ زده، من باستا به حرف ایشون دوباره به شما گوش داد کردم، چون اصل بر براعته، اصل بر پاکی و صداقته. اگر خلافش ثابت بشه اون وقت ما قطع میکنیم، چون اون آقا دوباره به من زنگ زد، من به شما گوش داد کردم و به ناچار به ایشون اتمام حجت کردم که شما استیمیج یا رسید بانکتون رو برای من بفرستید. قبوله. اگر به آقای سروی پرداخت کردید و آقای سروی منکر هستن، من این همون پول رو به شخص شما، حالا اسمشو نمیخوام بیارم، مسترد میکنم. بعد آقای سروی میگن همچه پولی به دست من نرسیده، بنابراین شما رسید پست رو برام بفرستید. من قبول میکنم، ایشون هم قبول کردن و بنابراین من ارتباط گفتگوی تلفنی با ایشون ندارم. به هر روی جامعه ما ترکیبی است از عناصر خوب عناصر بد. اما بر سر برنامه، همیهنان گرامی من سلام دارم حضور همه شما، چه بینندگان چه شنوندگان و چه دیگر کسانی که نه این برنامه را میشنوید نه دیداری دارید از این برنامه. برون به همه همیهنانم سلام دارم. من سر از سر عمر این 36 ساله به ویژه 34 ساله که در کار مخالفت علنی با جمهوری اسلامی هستم، هرگز و هرگز فراخوانی ندارم. من میخوام حرفامو با همیهنانم گفته باشم. جناب آقای سروی بفرمایید، بنا بود که من نظام پارلمانی رو و قانون اساسی حکومت پارلمانی آینده ایران رو توضیح بدم، به بای بسم الله نرسیدیم، خداحافظی شروع شد. اما من در این خداحافظی گفته هایی دارم. من هرگز فرمان فراخوانی ندارم. سراسر 34 سال هیچ وقت مردم و همیهنانم رو به تظاهرات وا نداشتم. چرا؟ اولا باید یک راهکار در میدان باشه که برای چه تظاهر میکنن. وانگهی آیا من ضمانتی و تعهدی دارم که جمهوری اسلامی تظاهر کنندگان رو شناسایی نکنه؟ اجازه بدید یه لحظه، من تلفن مدام زنگ میزنه، فقط نگاه کنم شماره رو. من استدام از همیهنانم هست که سر خط نیان، چون یک تلفن و یک وسیله ارتباطی بیش نیست. بنابراین وقتی بوق اشغال میزنه، من به ناچار گفتگون با آقای سروی تمرکز کامل رو نداره. برمی من میخوام بگم که به پشتوانی ملت آقای سروی، من آمدم خیلی حقایق پنهان رو با همیهنانم در میون گذاشتم. از بدکاری های رهبران سیاسی گفتم، از خطاکاری هاشون گفتم، از 3000 سال پیش به این طرف حداقل گفتم، از بالا تا پایین، از اعلا تا ادنا گفتم. هیچ کس رو متهم به خیانت نکردم. حتی یک بار حضرت عالی آقای سروی فرمودید آیا کار آقای سردار اسد، یعنی نجف قلی خان،
میتونه خیانت باشه؟ گفتم بله میتواند، این کار میتواند. بنابراین من هیچ کسو متهم نکردم، اما آمدم حقایق پنهان همیشه با مردم میهنم در میون گذاشتم. چرا؟ برای اینکه در آینده انتخاب درست بکنن. اگر روزی روزگاری میدان انتخاب بهشون بدن و بتونن انتخاب بکنن به یک آزادی این بندی برای دموکراسی آینده ایران باشه، در انتخاب اصلح را انتخاب بکنن، یعنی در انتخاب آزاد باشن و انتخاب درست صورت بگیره و بعد پشیمون نشن. من همیشه گفتم حاضر نیستم جمهوری اسلامی بره هر کی بیاد. چرا؟ این تجربه تلخ در روزگار اول جوانی دیدم. مردم رو واداشتن، مردم تابع فعل روشنفکران و سیاستمداران هستن همیشه و در همه جای جهان، نه تنها ایران، حتی فرانسه که به لحاظ فهم سیاسی مردمش بالاترین هستن در دنیا، نه به لحاظ دموکراسی. در دموکراسی آقای سوربی اسکاندیناوی بالاتره، یعنی سوئد، نروژ، دانمارک و احیانا فنلاند بالاتر از فرانسه هستند. من به لحاظ فهم سیاسی مردم عرض میکنم، یعنی جامعه، جامعه فرانسه. چرا میگن هندوستان بزرگترین یا اولین دموکراسی دنیاست؟ نه دموکراسی عرض نکردم. دموکراسی در جهان امروز اولین اسکاندیناوی هست، نه خیر، اول دانمارک هست و سوئد هست و نروژ و احیانا فنلاند و بعد هند هست و کم و بیش اسرائیل. اینها کشورهای دموکراسی جهان هستند. فرانسه هست، کشورهای پارلمانی دنیا یعنی 27 کشور هستند، اما درجه بندی داره. به لحاظ درجه بندی دموکراسی هیچ کشورهایی در دنیا به پایه اسکاندیناوی نمیرسه، یعنی دانمارک، سوئد، نروژ و بعد فنلاند. در ممالک آسیایی حرف اول و آخر هندوستان میزنه، اما هندوستان دموکراسیش به پایه کشورهای اسکاندیناوی نمیرسه. اوله، در آسیا اوله، بعد از جهان در ردیف کشورهای اول هست، اما شماره یک نیست. جناب آقای سوربی، ما کشور دموکراسی در دنیا خیلی کم داریم. کشورهای نیم بند دموکراسی در دنیا کشورهای پارلمانی هستند، یعنی اروپا به طور کلی، چون اروپای غربی به ویژه و بعد کم و بیش در تاریخ 20 ساله اخیر اروپای شرقی. امریکا، ایالات متحده امریکا و کانادا هم در شمار کشورهای دموکراسی هستند، اما دموکراسی امریکا، ایالات متحده که من با شما زندگی میکنیم، به لحاظ فهم یک بینشور سیاست و یک علم الاجتماع دموکراسی نیم بند هست، دموکراسی کامل نیست. شما اگر از یک مدیر تلویزیون یا رادیو بپرسید، بلافاصله چون فقط امریکا رو میشناسه و در امریکا زندگی میکنه و تلویزیون و رادیوش در امریکاست، بلافاصله میگه بهترین دموکراسی جهان که امریکا هست. حالا چون میبینه مثلا اینجا هیپی هست، پانک هست، لیزبیان هست، گی هست، نمیدونم کافه ها بازه، کابارها بازه، اما به دموکراسی سیاسیش اون توجهی نداره. متاسفانه آنچه را که با چشمش میبینه همونو داوری میکنه. اما به لحاظ فهم سیاسی امریکا در ردیف کشورهای دموکراسی است، اما دموکراسی پایین، دموکراسی بالا نیست. برمی این است که من حاضر نیستم جمهوری اسلامی بره هر کی بیاد، برای اینکه ما هر کی بیاد از جمهوری اسلامی بدتر هم داریم. جناح سیاسی بدتر از جمهوری اسلامی، رادیکالتر، منتقمتر، انتقامیتر، اغدهیتر و دوزدتر داریم. بنابراین تا تکلیف من انسان ایرانی به عنوان خودم روشن نشه که چی میخوام، در میدان سیاست نمیام. من از 75 میلیون هم میهنم که نه، برای اینکه من چه بخوام چه نخوام 30-40 میلیونی با حکومت هست. از این 30-40 میلیون به طور قطع یقین 10-15 میلیونش ناراضی و ولی کار میکنه، برای اینکه میخواد زندگی بکنه، نون بخوره، موقعیتی داشته باشه. من از همه ناراضیان هم میهنم تقاضا دارم به عنوان یک انسان، نه اینکه میخوام، نه تقاضا دارم. احساس، اندیشه، شعور انسانی و آینده نگریشون رو در این زمینه جدی به کار ببرن برای سرنوشت خودشون، فرزندانشون و نسل های آینده شون. نیان بگن جمهوری اسلامی بره هر کی بیاد بدتر از جمهوری اسلامی. آی ملت، من فریاد میکشم از تلویزیون مردم آقای سوربی، بدتر از جمهوری اسلامی هم هست، عهده ای تر،
دوستتر، یعنی یاد گرفتن این 36 سال یاد گرفتن چطور بیشتر دوستی بکنند، چطور پدر ملت رو به نام دموکراسی لبخند در بیارن. ما بدتر از جمهوری اسلامی هم داریم. تا تکلیف ما روشن نباشه که چی میخوان، آقای سربی برای دزدی 5 نفر دست میگیرن برن دزدی فلان بانک رو بزنن، وسط را نباید برن خربوزه دزدی. خب صاحب خربوزه پیدا میشه 4 تا تیرم به پاشون میزنه، دادگاه هم که میاد جاندرمودی هم میاد پدرشون هم در میاره بلوار خربوزه دزد. این است که من میگویم باید راه و هدف مشخص باشد. شما برای خرید خونه باید حتما ببینید کجا واقع هست، همسایه ها چه کسانی هستند، طول عرض جغرافیایی خونه چه هست، میزان و متراژ خونه چه هست، یعنی همه ارزش ها را برآورد بکنید برای خونه. این است که به صورت بی‌منطقی نباید به سراغ خرید خونه رفت. این است که من تقاضام هست به عنوان انسان که در این راه فقط دانشش در این راه بوده، استخون خورد کرده، همه ارزش های احساسی عاطفیش و همه زندگانیش رو به خاطر این هدف برباد داد، فدای این کار کرده، برباد نه چون آمال و آرزوی برای به کرسی نشاندن این رویا و اندیشه انسانی بی‌طرفانه بی‌غرض و بی‌نظر است. من نمیگویم برباد، ممکن است بار بده و در حیات خودم و در عمر اکتیو و فعال خودم ثمر بده، بنابراین نمیگویم به باد داده، یعنی در این راه تا به الان خرج کرده، یعنی هیچ چیزی رو بالاتر از این خرج من در زندگانی نداشتم. جوانی، فرزند، کشور، ایل، احساسات، عواطف، هیجانات، موسیقی ایرانی که من اینجا موسیقی متزل ایرانی میشنوم. آقای سربی فارسی میخوانند اما ایرانی که نمیخوانند. خانم گوگوش، آقای ابی، آقای سلی، آقای ستار، آقای شهرام، خانم سولتی، خانم در رو نمیدونم این که کلا میزنه به سرش میچرخه، ادای آقای مولوی رو در میاره، اسمش یادم رفت، اینها که آواز ایرانی نمیخونن، اینها چون فارسی زبانن و زبان دیگری نمیدانن به فارسی حرف میزنن به نام آواز ایرانی. من آواز مبتذل، حالا اینها خوبه، کسانی که جمهوری اسلامی میفرسته به خارج و رادیو تلویزیون ها بلندگوشون شدن، من چیزهای مبتذل و زشتی میشنوم که به گمانم دو تا مرد لاعقل عرق خور لاک که از عرق بیهوش شده باشن اون حرفا به زبانشون جاری و ساری نمیشه، ولی در رادیو تلویزیون ها به عنوان آواز میگویند. بنابراین مرگ اخلاق جامعه ایرانی ما فرا رسیده. من به شرم خودم خوشحالم که کلنگی بر این اخلاق برای به گور بردنش نزدم آقای سربی و آمدم یک راهکار شرافتمندانه اخلاقی انسانی میهنی به ویژه ژرفای عالی انسانی برای آینده ایران تدوین کردم. حتی به لحاظ اقتصادی چند میلیارد به حساب آینده میهنم به جیب ملت هم ریختم، نه به جیب دزدان، و در اونجا هم صرف جویی اقتصادی شده برای یک هدف روشن و مشخص. و ای بسا اگر این کار به دیگر زبانها ترجمه بشه رهنمودی بشه برای کشورهایی که دشواری سیاسی و حکومتی دارن و قانونی. این است که جناب سرمی من تقاضام از شما اینه، اگر من در بلندگوی شما نباشم شما همیشه یادآور بکنید ملت ببینید چه میخواهید، نادانسته کاری نکنید، نگویید جمهوری اسلامی برود هر کی بیاید، سعی بکنید یک روش خوب و مناسب رو بپذیرید و برای اون بیرق بلند بکنید، برای اون پرچم بلند بکنید. آقای سربی همیشه پیوسته نمیدونم چرا این شکلی بوده، وقتی آمدن این نظام پارلمانی رو در امریکا جا بندازن و یارگیری بکنن و مردم ثبت‌نام بکنن و درست روز ثبت‌نام فردا صبح تلویزیون قطع شده، شما بگردید ببینید این دستور از کجا صادر شده. چرا؟ شما خودتون میدونید سرمایه تلویزیون ها 39 تلویزیون خارج از کشور، یعنی یکیش که ظاهرن کار سیاسی میکنه به ویژه 4 پشت که علنی هست از کجا تغذیه میشن؟ خیلی خوب، یک کسی که برای برانداختن جمهوری اسلامی و جایگزین یک حکومت روشن و دموکراسی حرف میزنه بنابراین باید مانع و رادیو داشته باشه، بنابراین باید سر بزنگاه بلندگوش قطع بشه، بنابراین باید مردم ندونن که این کجا رفته چی شده چه هدفی در پیشه. مردم آماده شدن برای نام‌نویسی، درست فردای اعلان نام‌نویسی و فرم نام‌نویسی برنامه قطع میشه. از تلویزیون پارس
به کانال یک، از کانال یک به کانال اینال تیوی، اینال تیوی به کانال ایران پیام آزادی، از پیام آزادی به آزادی، از آزادی به لحظه و تلویزیون هایی که بوده. و از قضا شما هم که بودیش در جریان هستید، بیشتر این تلویزیون ها برای افتتاحشون از من دعوت کردند، ولی قطع برنامه من از سوی همون تلویزیون ها بوده به دستور، هیچ وقت بی دستور نبوده، با دستور بوده. آقای احمدی، اینی که شما هم بهش اشاره کردید معروفه، میگن ایرانی ها همیشه گفتن ما چی نمیخوایم، ولی نمیدونن چی میخوان و نگفتن چی میخوان. اینو باید چه کار کرد تا توی جامعه به اصطلاح رسم بشه و معمول بر این باشه که بگن چی میخوان؟ چجوری میشه؟ آقای سرمی، اتفاقا دشواری من همین یک کلمه هست، یعنی این 34-35 ساله که من جدن در میدان هستم و به زمه حتی چپ ها، حتی به زم رهبران توده، پرچمدار یک اندیشه دموکراسی نو بودم که شامل چپ هم میشه و ظاهرا در طیف راست هستم. چرا؟ چون وقتی در بخشبندی سیاسی در ایران، البته در فرانسه اینطور نیست، در امریکا اینطور نیست، یعنی اگر من یک فرانسوی یا یک امریکایی می بودم این برداشت رو از من نمی داشتن. چون من ایرانی هستم و در طیف چپ نیستم، بنابراین منو قول میدم به طیف راست، اما بیشترین منقد و بهترین منقد طیف راست خود من هستم. از راستهای بینشور، علم الاجتماع های راست، از تلویزیون های راست بپرسید، هیچ کس به اندازه نصر احمدی حتی چپ ها منقد طیف راست نبوده. ما همیشه گفتیم چی نمیخواییم، اما هیچ وقت نگفتیم چی میخواییم. نمیخوام خیلی آسونه، یک تعارف ایرانیه. شما موقع غذا خوردن گرسنه‌تون هم هست، یه جای مهمان شدید، بار اول عنوان میکنید منو ندارم، سیرم، با اصرار ممکنه غذا رو شروع بکنید. این عادت ما ایرانی و عادت مثبتی نیست، عادت بدیه. من از روز اول یادم هست مخالفان جمهوری اسلامی گفتن نمیخواید، یعنی جمهوری اسلامی رو نمیخواید. اما هرگز رهبران سیاسی، بینشوران علم اجتماعی ایرانی، چه چپ چه راست، البته راست ها بیشتر، نگفتن چه میخواید. ولی یک نصر احمدی روز اول آمد گفت اصلاحات در باره از مواد قانون اساسی مشروطه. اما من بعدها دریافتم نه در عمل و نه در تئوری این اندیشه پیاده نخواهد شد. چرا؟ چون بادنجون دور بشقاب چین های هستن و کسان هستن که پست و مقام رو، یعنی وطن رو به یه پست و مقام دروزه میبخشن، میفروشن با یه پول جزئی حتی، و نمیشه به شاه اعلی حضرت گفت اعلی حضرت قدر قدرت التماس میکنیم شما که ذلولا هستید یه ذره مهربان باشید. پدر همون گوینده رو اعلی حضرت در میاره، یعنی خانوادهشو به باد میده. ما در تاریخمان مهربانی شاه در اعتراض، هرگز مهربانی از شاه ندیدیم، حتی اعتراض دلسوزانه. پدر معترض رو شاه در میاره، نمیشه. بنابراین باید گربه رو دم حجر کشت. روز اول بعد از این ماجرا که من دریافتم نه، بادنجون دور بشقاب چین ها و نادانان از بد حادثه که در رأس کار بودند و مملکت رو به اون روز انداختند، نمیشه با تعارف و التماس بدون شاد دموکراسی باشه. نه نه، اولا مملکت مال پدر یه نفر نیست، مملکت مال همه است. همه سهیمان در ارزش های اجتماعی، هنری، خلاقیت، به ویژه تجلی و شخصیت، همه سهیم و شریکن. ای بسا یک بچه در زابل یا سراوان یا در رگز یا آستارا لایق باشه برای پست صدارت، و صدارت رو کسی به دست بگیره که هیچ ارزشی نداشته باشه، هیچ لیاقتی نداشته باشه، به فرمان پادشاه. اما اگر دموکراسی باشه و نظام پارلمانی باشه، همون بچه سراوان و زابل و در رگز و آستارا اون به راحتی میتونه بر مصطبه صدارت بنشینه. اگر کار خوب بکنه ادامه میده، اگر هم کار بد بکنه نمایندگان همون ملت که نماینده ملت هستن در کنارش میکنه، یک کس دیگری رو بر حسب لیاقت، کارایی، کاردانی، شایستگی و بر انتخاب آزاد انتخابش میکنن و میشه راهکار آینده ملت ایران. این است که شما هم بله بیان درد دل من گفتید، بله ما گفتیم چی نمیخواییم، اما هیچ وقت نگفتیم چی میخواییم. ولی من گفتم یک نظام پارلمانی راهکاریست برای آینده ایران، چه پادشاهی چه جمهوری، هر کدام بشه دموکراسی فرقی نمیکنه. بنابراین ما تابعی هستیم از فرایند آینده سرنوشتی که ملت به دست میگیره. چون
لفظ هست و ممکن لفظ فراموش بشه، نوشته شد و چون نوشته به صورت کتاب ممکن نگاه بشه، من آمدم به عنوان قانون اساسی نوشتم. قانون دیگه تعارف درش نیست، دستور به شاه میده، دستور به کتاب هم میده، دستور به راهکار دین میده، دستور به راهکار مرزهای جغرافیایی هم میده، دستور به فرهنگ مملکت هم میده و همه قوانین منشعب از قانون اساسی و فرایندهای اجرایی دولت و حکومت زیر نظر اون قانون هست. بنابراین من آمدم تیر ترکش آخری رو رها کردم، چون دو راهکار ما بیشتر اون 36 ساله نداشتیم. یکی اینکه یه راهکار مشخص و معین داشته باشیم که قانونش نوشته شد، یکی اینکه در گرد اون قانون متحد بشیم که شامل چپ، راست، بالا، پایین، دینی، بیدین، بیطرف، باطرف، اقتصاددان، بیشعور اقتصادی، جدا، میلیاردر، شامل همه خواهد شد. بنابراین جهت‌گیری هم در این قانون اساسی نیست. این است که تمرکز وحدت ملی در اینجا فراهم شده. برای اون پرسشی که شما مطرح فرمودید که ما چه نمیخواهیم همیشه عنوان شده، چه میخواهیم در این یک جمله ملحوظ و آشکار بشه: به نام قانون اساسی پارلمانی آینده ایران. جناب آقای سروی، من هیچ وقت این 34 سال پول جمع نکردم. تاجرهای جمع میشودن 3 سال در امریکا پول بپوزش، 3 نوبت 7 سال و 3 سال 27 تاجر، 27 تاجر بالای چند میلیون دلار سرمایه. دو تا شرط داشتن برای من دشوار بود. یک شرط این بود که پسر شاه ایران که هیچ راهکاری برای آینده ایران نداره و هیچ تعلیم و آموزشی در این کار ندیده، من نصر احمدی عنوان میکنم، هیچ تعهدی هم به آینده ایران نداره و هیچ انگیزه‌ای برای اون مسند و مسکبه نداره، گفتند ایشون بیا در جبهه، یعنی جبهه رهایی و بازسازی ایران که 34 سال کارایی داره، نخستین سازمان سیاسی خارج از کشور در دست راست بعد از سازمان هماهنگی هواداران مشروطه پادشاهی که تغییر نام پیدا کرد به نام جبهه رهایی و بازسازی ایران است. اما چون بلندگو نداشته و چون پولی پشت سرش نبوده و چون دولتی حمایت نکرده، چون وابسته به این جایی از این خاکدان خاکی در این جهان هستی نیست الا به اون آب خاک و اون مردم بیپناه بدبخت فلک زده ای که سر الماس بابرین رامیه به نام ملت ایران، که دریایی از اقیانوسی از نفت داره و اگر عنوان کنم جهنمی از آتش گاز بده و بر سر گاز و دور شعله های گاز دومین کشور گازخیز جهان زندگی میکنه، به اونجا وابسته است. این است که بلندگوی نداشته که تبلیغ براش بشه. 34 سال هرگز پولی نخواستم جمع کنم. اما شرط دیگر تاجرها این بود که شاید عنوان نکنم بهتره، اون شرط چون خصوصی برای اینها و من درست نیست که اون مطلب رو عنوان بکنم. بنابراین هر دو شرط رو من نپذیرفتم و تابعی از یک دینار یا یک سنت پول هیچ کدام از این تاجرها نشدم. به ملت وابسته شدم تا اگر روز روزگاری دو تا شیرمرد، مرد ملی، مرد میدان پیدا بشه برای میهن دلسوزی بکنه و بخواد یک اندیشه دموکراسی جا بیفته، یک بلندگوی مستقل برای این جبهه درست بشه. و اگر این بلندگوی مستقل درست میشد، بیگمان یاران هواخواهان دموکراسی و نظام پارلمانی به دور هم جمع میشدند و نام نویسی میشد و یک لشکری به اندازه خود جمهوری اسلامی فراهم میشد. کمان که به گفته کسی که اصلا با اندیشه من هماهنگی نداره، یک بلندگوی، یک برنامه گذاری در طیف شاپور بختیار و جدیدن در طیف خانواده پهلوی از من پرسید که گسترده ترین سازمان سیاسی خارج از کشور که جبهه رهایی بازسازی ایران بود و شما دبیر کلیشو داشتید، این گفته 8 سال پیشه در تلویزیون پارس، چرا از هم پاشید؟ گفتم که آقای اینمین، من چهره دامغانی گفته است سه دو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرمیانی، یکی زعفرانی، یکی زر نام ملک برنبشته، دیگر آهن آبداد یمانی. وقتی اون زر یمانی نیست، اون زر ملک برنبشته نیست و در امریکا، بریج امریکا حرف اول و آخر پول میزنه. من تا به الان با جیب خودم کار کردم، با جیب خودم حتی کتاب دادم، ماشینی نیست، تایپ کرده با پول خودم، با پول خودم چاپ کردم، با پول خودم پرست کردم. من گمان نمی کنم انسان ایرانی در این 36 ساله از این فرا کرده باشه، ولی من برای عشق به میهن، چون عشق
کیفیه. عشق با دوستی صحبت میکردم راجع به جمله من توضیح میداد، دیروز توضیح دادم که بله عشق کیفیه، درجه بندی توش نیست، خطکشی نیست علاقمندی من مثلا به یک درخت گل نارون یا درخت انار، هیچ درجه بندی نیست. یا نفرت من نسبت به مثلا یک چیز زشت اهل من خوب. بنابراین عشق حالت کیفیه. من به عشق میهن آمدم، از همه چیز و همه کس گذشت. آقای احمدی اجازه بدید من به عنوان یه نفر که الان میتونم نگاهی داشته باشم به این اوضاعی که بوده، من کاملا شما رو درک میکنم که وقتی یه نفر بخواد کمک کنه بعد انتظاراتی داره. من حتی در صحبتی که با آقای بنی صدر داشتم حدود چند ماه پیش در منزل ایشون در فرانسه، ایشون به من گفت که اون که میگن خمینی از کارتر پول گرفته دروغه، ولی خمینی حاجی های بازار پولارا میومدن 40,000 فرانک 40,000 فرانک اون موقع میذاشتن روی میز و خمینی به ما میگفت که به اینها بگید که امروز پول میدن فردا دنبال مقام و منصبی نباشن. و جالب اینه که خود آقای بنی صدر توضیح داد، گفت خیلی از اینا هم کشت خود همین خمینی، اسماشون هم برد، نمیدونم حالا یه چیزای فامیلایی که من نمیخوام اشتباه بگم. شما که تاریخ بله اجازه بدید، بله یک حزب مردمی، یک جبهه مردمی باید وسیله مردم بیاد بالا. شما همین حزب جمهوری خواه در امریکا و دموکرات در امریکا که ما بیشتر ساکنان امریکا فقط از امریکا آگاهی داریم و نه از دیگر کشوری در دنیا، و من گلایه مندم از رادیو تلویزیون ها که چرا بیرون از این ایده امریکا حرفی نمیگند یا حرفی نمیگویند. بله آقای بنی صدر در این زمینه دکتر بنی صدر درست گفت، نه تنها حجاج بازار، نه تنها ثروتمندان بازار، سیاستمداران، نه تنها سیاستمداران بلکه خود دربار شاهنشاهی سالانه 12,400,000 دلار سهمیه آخوندها بود در ایران، 2,200,000ش سهم آیت الله خمینی بود که وسیله دربار شاهنشاهی به امضای آقای امیرعباس و هویدا نخست‌وزیر و وزیر دارایی برای آیت الله خمینی فرستاده میشد. خب یک کسی که سالانه فقط دربار شاهنشاهی 2,200,000 دلار کمک بهش میکنه، افسوده بر حجاج بازار، افسوده بر ثروتمندان سیاسی که برای شکستنش تا به هر وسیله متوسل می شدن به شادر هرکی بیاد، افسوده بر کشورهای خارجی که لابد آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر نخواستند عنوان بکنند. خیلی خوب، شاید مصلحتشون بوده، ولی بنی صدر مرد راستگویه، بسیار راستگویه. 3-4 ویژگی داره که من کمتر بین رهبران سیاسی دیدم. یکی آزاده هست، 2 تابع پولیست، و 3 که من گلایه مندم چرا از اون حیطه بیرون نمیاد، از اون قفسه، هنوز در حیطه انقلاب اسلامی در هجرت. متاسفانه علت در جا زدنش هم همینه. بنی صدر یک آدم پایداریه، بسیار ممنون آقای احمدی. اجازه بدید که به دوستان باز یه بار دیگه بگیم که اگر مایل هستن شما برنامه‌ای داشته باشید مستقیما با خود شما تماس بگیرن. 818 این بهترین کاره آقای سردی، اتفاقا این بهترین کاره. من نمره رو عنوان میکنم بعد از من هم، بعد از برنامه من خواهش میکنم این نمره رو شما اعلام بفرمایید در برنامه‌تون تا هممیهنان من یادداشت بکنن. من یه 2 دقیقه دیگه شماره رو عنوان میکنم تا قلم و کاغذ آماده بکنن، به حرفان برگردم و تموم بکنم، چون ساعت 1 برنامه من پایان میگیره و به گمانم اگر ساپورت نشه در برنامه شما آخرین برنامه خواهد بود. من آقای سربی بیش از 2,400-2,500 هم میهنم و پناهندگی سیاسی دادم، چون هنوز کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد امتحانو قبول داره. اگر یک نفرش در این جهان هستی پیدا شد، چه چپ چه راست، چه مجاهد چه مصدقی، چه چیزی که فدای چه هر چه سلطنت طلب چه حتی حزب اللهی، گفت نصر احمدی توقع حتی تشکر داشت، یاد اعلام بکنید. من آقای سربی فنافل خلقم، الله که احتیاجی نداره فنافلله که میگن اون بذاره به کنار، اون یه دیدی عرفانی و مذهبیه، یعنی از عرفانی آمده به مذهبی، برای که عرفان با مذهب خیلی هماهنگ نیست. ولی ما ایرانی ها قاطیش کردیم بعد از هجوم عرب به ایران و شکست ما از عرب ها، چون ما 4 بار بیشتر از جنگ عرب و آوردن اسلام از عرب ها هم شکست خوردیم. ما هیچ وقت در جنگ با عرب ها برنده نشدیم آقای سربی. آقایان خانمهایی که تاریخ نخوندن الان ناراحت میشن، خب برن تاریخ بخونن. نصر احمدی مغرور، میهن دوست،
و حتی میهن پرست این حرفو میزنه. ما آقای سوردی گاهی اوقات تاریخ میخوام وارونه بکنیم، نمیشه، باید مطالعه داشته باشیم. من جز هدفم آقای سوردی هیچ هدف دیگری این 34-35 ساله نداشتم. مطلقا راهکاری نشون ندادم که به لطمه کسی بی انجامه، یعنی نگفتم تظاهرات بکنید، نگفتم راه پیمایی کنید، نگفتم بیاید خیابون. آقای سوربی، من کوشش کردم رسالت فرهنگی خودم رو بهش بار بدم، بهش ثمر بدم. آقای احمدی اجازه بدید، من گواهه. آقای احمدی، اگر یه روشی کار نمی کنه، آیا شما نباید اون روش رو متوقف کنید و ببینید چرا کار نکرده؟ شما الان نگاه کنید. چرا اتفاقا از من پرسیدن آقای روش شما که مردم حمایت بکنن، خب مردم نکردن. مردم هنوز در خیالات هستن، در اندیشه هستن که مثلا میگوین یک شاهزاده با اسب سفید از آسمون بیاد پایین، شلاق سرخی هم به دست داشته باشه، اسبش هم مثلا چارزانوش مثلا سیاه باشه، مثل گاو آتیشی که کمبودی در مصر کشت، یا اون چیزی که در شاهنامه عنوان میکنن رخش و بچ اسب سیاه اسفندیار، بفرمود کسب سیاه زین کنند، به بالاش بر زین زرین کنند. شاید جوری بیاد در میدان، شاید نخوام کسی که از خاندان شاهی نیست در میدان باشه و هنوز در اون داده های خیالی باشه. شما چرا یقه تاجرها رو نمیچسبید؟ خیلی خوب، وقتی تاجر از من توقع خلاف میهنی داره و احمد خان و سقوط دوله رو، ببخشید، حسن خان و سقوط دوله و برادر بزرگ احمد خان قوام سلطنه، بهترین مرد مدبر سیاست 2300 ساله ایران، هنوز زیر گور ول نمی کنن که یه قرارداد 1919 را بست و قرارداد هم تازه ملغا شد، یعنی مجلس تصویبش نکرد، مجلس سوم و ملغا شد و هنوز زیر گور ولش نمی کنن، میگن بچسب خر آخوندها را که برای چیز تاجرها را که برات بلندگو درست کنه. میگم نه آخه تاجر وقتی شرطش برای من سنگینه، من زیر بار نمیرم. اگر بنا باشه زیر بار تعهد یک تاجری برم که خلاف اصول مهنی باشه، خب این جمهوری اسلامی که سر کار بوده، من اول جوانی پیشنهاد وزارت بهم دادن، 14 سال بعدش هم آمدم تو خونه چهار نماینده مجلس به التماس که دولت فرانسه در جریانه، برای سپست وزارت خودشون پیشنهاد کردن، چهار نماینده مجلس مأمور بود، آمدن خونه من و همون شب دولت فرانسه رو من در جریان گذاشتم. پست وزارت دادگستری گفتن وزارت تخصصی شماست، پست وزارت کشور هم وزارت تخصصی شماست، پست وزارت فرهنگ به لحاظ آگاهی و دانش شماست. اگر که شما کار فرهنگی نخوندید، اما دانش شما در زمینه فرهنگی گسترده، بنابراین این سپست برای شما فراهمه و مطمئنا من در اون جایگاه، چون خود توانایی خودم رو میدونم، احتمالاً به پست ریاست جمهوری هم میرسیدم. بنابراین من آدم آزاده هستم، آدمی هستم از بطن و مد مردم، خلاف اون روال اصول نظام رئیس ایلی در ایران، خود من به شخص جدا از اون مقوله هستم. داده های ذهنی، روحی، عاطفی و خلقی من صد مطلق مردمی هست. من به مردم تکیه دارم. اگر مردمان صالح، خیراندیش، میهن دوست، انسان دوست پیدا شدن برای آینده ایران بخوان دلسوزی کنند، و از بد حادثه اگر یک خواننده‌ای باشه بلا فاصله یه چلو کباب هم بخوان بدن، چلو کباب 12 دلاری رو یه دفعه بگن 50 دلار، برای خواننده هم مثلا 200 دلار میز جلو، همه راغب میشن و میرن صف میبندن. یا جشنایی رو که در اینجا شما میبینید برگزار میکنن به چه نامهایی، حالا من اسم نباید بیارم، هتل هم میگیرن. خب میدونید جشن رو که هتل میگیرن سه شبانه روز در هتل چه خبر میشه آقای سوربی؟ من نمیخوام اون کار خلاف اخلاقو به زبون جاری کنم، ولی خود شما اینو بهتر از من میدونید. صف میکشن برای خرید بلیت اون جشن، چهار تا آدم نادان رو میذارن به عنوان ایران شناس، به عنوان دانشمند. آقا چهار تا احساساتی، شما اگر کاغذ جلوشون بردارید نمیدونن راجع به چه مطلبی میخوان صحبت کنن. آقا سوربی، سخندان آن است که سخن براند، نه آن که از روی کاغذ بخواند. یا جدیدن سر کامپیوتر میذارن زیر پروژکتور، به راحتی شما رادیو تلویزیون رو دیدید، کامپیوتر رو میذارن، آقا 5000 بیت آقای برنامه گذار میخونه، ولی وقتی اومد بیرون ازش پرسیدی این شعری که تو خوندی مال کدوم شاعر بود، حتی اسم شاعر بلد نیست. آقا سرمی، این است که جامعه ما در یک فریب سراشیبی سقوط اخلاق رفته، این است که جمهوری اسلامی روز به روز محکم تر شده.
این است که اپوزیسیون ما بی اعتبار و بی اعتبار تر شده. آقای سوری از زبان من شنیدید، چند بار در تلویزیون ها گفتم خوشا به حال جمهوری اسلامی با داشتن چنین اپوزانی. بارها و بارها من گفتم چرا؟ چون اپوزیسیون ما سایه سر و پسینه. صبحی حرف میزنن، سوری حرف میزنن، شبی حرف میزنن. نمونش پسر شاه ایران. شما چند بار ازش میشنیدید شهرونده؟ چند بار شنیدید نافرمانی بده میکنه؟ چند بار شنیدید مشروط خواهه؟ چند بار شنیدید پارلمانیه؟ چند بار شنیدید بیطرفه؟ چند بار شنیدید جمهوری خواهه؟ صدها بار این حرفا رو ما شنیدیم. آخه اگر من فکر کنید یک چوپان روستایی هستم میخوام پیروز شما باشم، من که گیج میشم. آقای شاهزاده، خود شما تکلیف برای خودت روشن نیست و شب که میری خونه نمیدونی چه گفتی. خب این میشه اپوزیسیون ما؟ بلنگوی سبز بودن میشه اپوزیسیون؟ مگر نه آقای موسوی که لیسانس تزیینات تزیینات ملت ایران لیسانس تزیینات، ایشون میخواسته رهبر کشور ما بشه، آقای شاهزاده شده بلنگوی ایشون. خودش ده بار من تو تلویزیون گفت جنبش سبز یتیم بلنگو میخواد، من بلنگوشم. از بلنگوی خسته شد، حوالش داد به خانمی به نام سوزی آشار. الان سوزی آشار جلو چی میشونه؟ نمیخوام به این کیفیت جمهوری اسلامی رو بزنیم. ای ملت، بگردید 36 سال ببینید کی تحصیلاتش تخصصی ترینه و در دنیا میتونه شماره یک باشه، در جهان کی پاک ترینه، کی حرف ملت رو میزنه، کی از جان گذشته است. هر که دست از هر که جان میگویم و میخواهم از لعل تو بوسی، هر که دست از جان بشوید هر چی میخواهد بگوید. اگر من به فکر پولم باشم، به فکر حفظ جان من باشم، جمهوری اسلامی منو ساپورت بکنه، بگه به پولاتم دست میزنیم ملت رو سر کار بذار، یه اعلامیه بدن دستم صبح بخونم، یه اعلامیه دیگه بعد از ظهر بدن دستم بخونم برم خونم، آیا این شد رهبری اپوزیسیون؟ آقای سر بگم من رو شما بدید. ممنونم از شما آقای سربی. من کوشش کردم خودم باشم. آقای سربی، من از همین تعلم داده های زندگی تنعمات خودم رو معدوم کردم برای یک هدف مقدس. من پاک زندگی کردم، از طلایی که میگن پاک تره، و واقعا چون طلا از خاک برمیاد، من شاید از خاک بر نیومدم، از انسان بر اومدم، اگرچه انسان از خاک تغذیه میکنه، اما به هر حال از نور هوا هم تغذیه گرفتم. اینه که من سعی کردم پاک پاک بمونم. من مشکلم نداشتن بلندگو بوده این 34 سال. یه شما شاهدید 4 ماه تلویزیون پاس بودم، همین که میخواست جا بیفته تلویزیون بسته میشد، 100% به دستور بسته میشد، 100%. آقای تلویزیون کامل یک نیمت به احتماس و منو میبرد، شرطم با من میکرد، ناموز که رو میذاشت که من اگر 100 میلیون به هم بدن برنامه شما قطع نخواهد شد تا من این بلندگو در اختیارم هست. و بلافاصله همین که مردم میخواستن ناموزی کنن برای جبهه و یارگیری بشه و سفاری بشه در برابر حکومت اسلامی، تلویزیون بسته میشه. این دشواری رو من پیوسته داشتم. من چند تا سوال باید پاسخ میدادم، ولی یک سوالشون دفعه هم قول داده بودم، 3 تا پرسش بود. یک آقای حالا اسمشون رو نگم، اسم کوچکشون علی، فامیلشون پی، از اتریش پرسیده بودم که الیت و ساختار اجتماعی و این داستان پنج به اضافه یک. اما دو تا پرسش اول که تقریبا یک مفهوم داره، اجازه بدید مختصر اینو پاسخ بدم و از هم میهنانم خدافزی بکنم، برای اینکه اگر ساپورت نشه من در برنامه هفته آینده شما دیگر نخواهم. امروز با آقای مینویی هستید آقای احمدی؟ نمیدونم، چند بار ایشون تلفن کردن و من پاسخی ندادم، و از قضا هم آقای توکلی چند بار پیغام گذاشته بودن، من اون زمان خونه نبودم. 4 پیغام از ایشون گرفتم که شما چرا رادیو نمیاد، چرا تلفن رو وصل کنید به رادیو، و گناهکاری از خود شماست. جمله ایشون رو من دارم عرض میکنم و من متاسفانه نبودم. اما آقای مینویی رو چون چند بارم هفته پیش ایشون خودشون با من صحبت کردم و من اون هفته راستش آمادگی ذهنی نداشتم، چرا چون کمی از دستشون عصبانی بودم، موکول کردم به برنامه تردیدی این هفته، یعنی مرددم هنوز نمیدونم تردیدی در این زمینه نگرفتم، مگر اینکه یارانم با من صحبت کنن، اگر تونستن در اینکه کانه کنندی دیارن ادامه خواهم داد. اما این برنامه الیت و ساختار اجتماعی یه توضیح کوتاه بدم جناب سوربیرمان اجازه بدید. برمیگردم به یه تاریخ کوتاه، وقتی این
بین‌المللی جنگ جهانی دوم آماده میشه، مارشال تیتو امروز مسئله غیر متعهدها رو در کشورش مطرح میکنه، رهبر ناسیونالیسم ملی یوگسلاوی پاندیت جواهرلال نهرو، دانشمند بزرگ هند که رفیق گاندی بود، هم سن و سال گاندی بود، البته خیلی یه خورده جوانتر بود از گاندی و هر دو زندان بودن و در زندان نامه پدری به دخترشون میشه که دخترش بعدها به نام فامیل گاندی رئیس جمهور میشه، نه به نام فامیل خودش، یعنی خانم ایندیرا گاندی دختر پاندیت جواهرلال نهرو هست. و این جواهرلال نهرو طرح ناسیونالیسم ملی هند و دموکراسی هند امروزه رو میریزه. احمد قوام نکرومه است در افریقا که باز ناسیونالیسم ملی رو پیریزی میکنه. آتاتورک هست که به نام پدر ترکای جوان در اتریش، در همین کشوری که دوست عزیز من سوال مطرح کرده که من پاسخگو باشم، البته حالا با دستورم بود، البته انگلستان در زمینه نقش داشت، چرا؟ چون عثمانی امپراتوری بزرگ جهان اون روز بود. تا سال 1914 سه تا کشور همپیمان شدن، فرانسه اون زمان قدرتمند، انگلستان قدرتمند اون زمان و روسیه قدرتمند اون زمان که هر سه هنوز هم از قدرت‌های اول جهان هستند، با هم متحد شدن و امپراتوری عثمانی رو تجزیه کردن. آمدن از وسط این کار گروهی رو در اتریش علم کردن که رهبریشون رو دادن به کمال آتاتورک. آتاتورک اومد ناسیونالیسم ملی رو تحریزی کرد. بعدها سالهای 1950 این طرف ناصر در مصر آمد، طرح ناسیونالیسم ملی رو بعد از جنرال نجیب پیریزی کرد. و بعد دیدیم البته بیشترش آقای الحسینی، اما یه همین یاسر عرفاتی که چند سال پیش مرد، رهبر فلسطینی ها، اون پایریزی پان عربیسم عربی رو در آلمان و سیور قبی آلمان که گوبلز سخنگوی هیتلر در اختیارش گذاشته بود پیریزی کرد. و بعدها دیدیم بنبلا در الجزایر، اینها ناسیونالیسم ملی رو علم کرده. اما در ایران ما به علت اختناق، به علت فشار دیکتاتوری، روشنفکران ما، ادیت ما گیج شدن، سردرگم شدن. شما ببینید آقای سوری وقتی آدم مثل نینوینی، یعنی اخوان سالس، مدی اخوان سالس خود تحصیلات بالایی نداشته، ولی خود شاعر بوده، شاعر تحصیل زیاد نمیخواد، شاعر احساسش رو به زبان میاره سر کاغذ و میشه شعر. احساسی که از جامعه بار میگیره میاره به سر کاغذ، یعنی شاعر اجتماعی منظورم. این حتی در یه شعرش میگه نادری پیدا نخواهد شد، امید کاش که اسکندری پیدا شود. شما ببینید روشن فکر ما تا کجا درد داره که حتی دنبال نادر که خونریزترین، یکی از خونریزترین پادشاهان روی زمین بوده، هیچ داده مثبتی نادر افشار در ذاتش به عنوان انسان نبوده. اگر یک انسان پیدا بشه بخواد تعیین انسانیت سر نادر افشار بذاره، اون از حیوان پایین‌تر. آقای سوربی اتفاقا ما جمعه این میگرده دنبال نادر افشار، ببین چه خبره، میگه اگه پیدا نمیشه بریم سراغ اسکندر. اسکندری که ایران رو ویران کرده، پایگاه تمدن بشری یعنی تخت جمشید و سوزنده، میگه بریم سراغ اون. خب ببینید بعد یه روشنفکر تا کجاست؟ این روشنفکر گیجه. یا مثلا نیما، بنیادگذار شعر نو، که البته میگفتی دکتر شدیده ایشون بنیادگذار نیست و خود نیما دایی همسر ایشون بوده و آقای دکتر صدیقی پسرعموی حسین‌کلی مستعان، بهترین رمان نویس کشور که نخستین رئیس رادیو ایران هم بوده، پسرعموی ایشون بوده. ایشون گفت میرزا علی اکبر خان دی خدا بنیادگذار شعر نو هست، اما ما جرأت نمی‌کردیم که اون شعرها رو آقای دکتر استاد ارجمند بفرمایید ما یادداشت کنیم. این جرأت رو نکردیم، ما هم فراموش کردم واسش بعدها ازش بپرسم. اما آقای نو خودش میگه آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندان، یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان، ببینید فریاد تا کجاست. یا همین سینمی بهبهانی که چند بار اومد امریکا و رفت به عنوان مخالف حکومت اسلامی، نمیشه یه خانم چند بار 13 بار بیاد اروپا و حرفاشو بزنه و هر کاری میخواد بکنه، بعد به نام اپوزیسیون بانو شعرم اسمشو بذاریم، این نمیشه. این میاد میگه یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش دهم، زجرش دهم، هجرش دهم، خارش کنم، زارش کنم. خب یه همچه شاعری مگه دیوونه است؟ این اسیانشو داری میگه، فریادشو داره از دست ستمگری حکومت میگه. بنابراین روشنفکر ایرانی گیجه، سیاست مدار ایرانی دور خودش میچرخه. چرا؟ از فشار حکومتی. یعنی راهی برای پیدا شدن الیت اصلی در جامعه پیدا نشده و ساختار اجتماعی ما در هم ریخته، آنچنان در هم ریخته که میان همین روشنفکران
عرش یک مهمی رو در ماه میبینیم. ماهی که میدونم یک کره سیال سیکلی هست، بشر که اونجا زندگی نکرده، شاید هم فیلم هالیوودی باشه، ولی به هر روی انسان کجا، ماه کجا، عکس آقا رو در ماه میبینن. بنابراین ساختار اجتماعی ما جناب آقای الف ب از اتریش اینها در هم ریخته است. ما تا یک راهکار مشخص برای آینده بلیت ایران و توده عام جامعه مطرح نکنیم، به میدان نیاریم و جا نیفته، سرنوشت ایلیت ما همین هست که الان میبینیم. ما میبینیم همین آقای میرومید که من عرض کردم، این خیلی دیگه میزنه به سیم آخر، اونجا میگه زمستان است، سرها سر در گریبان است، سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، اگر دست محبت سوی کس یازی به اکراه از بغل دست آورد بیرون. آقای سروی شما این شعر رو ده بار از من شنیدید، خانم پروین آوازخون ایرانی هم اینو میخونه. خب اینی که روشن فکر ما تو سری خوده بدبخت جناب علامت چیکار میکنه؟ میاد میره سنی میشه، بعد دوباره برمیگرده شیعی میشه، بعد مدیر مدرسه رو مینویسه، میگه من زیرسیگاری سیگارم تو دستم بود، رفتم تو اتاق مدیر مدرسه، دیدم از زیرسیگاری بسیار تمیزی داره، از لگم این سیگار رو تو زیرسیگاریش لیت کردم و سیاهش کردم اون زیرسیگاری رو. یا شریعتی پیدا میشه، علی شریعتی مخبط دیوانه، میگه تشدیع سرخ. آقا امام حسین که خون شیخه شد، دیگه چرا هر دینه خون ریزی زیادتر بشه؟ که خمینی میگه اسلام از پی خون ریختن آبیاری شده است. آقای احمدی از شما اون همه علم کتل را میفته، اون همه انسان کشته میشه. بله آقای احمدی، ممنونم. اجازه بدید شماره تلفن شما رو من یکی دو بار اعلام کنم، 818-201-57-79 818 که ایریا کد کالیفرنیا است، 201-57-79. مستقیما با خود آقای احمدی تماس بگیرید. یکی از دوستان سوالی کرده که خیلی جالبه، میذاریم این رو اگر فرصتی بشه باز هم در آینده با شما باشیم. ایشون پرسیده که شما چی دیدید از این دموکراسی های کشورهای غربی که اینقدر جالب بوده، همینها اگر یک کلمه حرف برخلاف نظرشون زده بشه اینقدر با همین قانون دست و پات رو میپیچن که به مرگ خودت راضی میشی. و این رو هم بعد از شما سوال میکنم، از دوستان میخوام که اگر مایل هستن برنامه های شما چه در این تلویزیون چه در تلویزیون های دیگه، کتاب های شما بیشتر منتشر بشه، خب باید اونها بی تفاوت ننشینن، باید حمایت کنن. هرچی شما حالا میخوای بگید که ماها به اصطلاح شخصیتمون اجازه نمیده، ولی من فکر میکنم این آمریکایی‌ها که موفقن برای اینه که ایمیل میفرسه میگه $3, $5, $10 بعد شام میذارن $1,000, $500 اینجوری یارگیری میکنن. از اون ورم خمینی پیدا میشه که یارگیری میکنه، بعد به قول شما فکر این رو نمیکنه که من اگر قول دادم به این آقای حاجی بازاری فردا باید بهش عمل کنم، قول به اصطلاح پولشو میگیره فردا سرشو میبره. در صورت روزگاری هست که باید آقای سرمی ببخشید من فرمایش شما رکت میکنم، چون پایان برنامه هست، من میکنم یک دقیقه از وقت حضور کردیم. بله که من دو دقیقه اجازه بدید هم عنوان کنم که در صفحه 4 توی گیومه، البته توی گیومه قانون اساسی تلفن آدرس و همه چیز هست، صفحه 4 گیومه، همین تلفن 818 ایریا کد 201-57-79، تمام 12 سالی که من امریکا هستم این تلفن هست و اون آدرس به صفحه 4 توی گیومه قانون اساسی مراجعه کنید. فرمودید که آقای خمینی میآید و یارگیری میکنند. بله یاران مسممی داشت آقای خمینی. آقای شانهچی در خونه خودم در پاریس سوگند خورد، گفت ازش خواهش کردم که سپهبد سرلشکر حسن پاکروان رو اعدام نکن و اینکه شما را نجات داد از مرد. گفت شانهچی یک هدف است محو نظام، ما میخواهیم نظام محو بشود، تو میگی پاکروان اعدام نکن. خیلی خوب، یک آدمی با این وضعیت میره ایران، بنابراین روشن فکران ایرانی این آدم را نشناختند. آقای حتما دستمالچی رو شما اسمش شنیدید، همین دوتا اسم بود، فکر کنم شانهچی بود که آقای چیز گفت. حالا دستمالچی رو منم عرض میکنم. بله بله.
آقا تیاره هواپیمای ایر فرانس آیت الله خمینی به ایران که افسر پلیس فرانسه هم مشایعتش کرد، یعنی اگر خونی از دماغ این افسر آمد بیرون ملت ایران تاوان خواهد داد از سوی فرانسه، همین فرانسه که در همین جریان بهار عربی اولین هواپیمای این کشور رفت سراغ لیبی، همین آقای سرکوزی رفت، من خودم به چشمم دیدم یک مرد جا افتاده مرتبی که به نسب محبوب مردم مصر بود رئیس جمهور مصر هل داد و بعد بید دوپی سرش کار میکنه خندید و شوخی کردم خودش از اون برد، یعنی پشت تیبون برو کنار، یعنی من تو رو دارم کنار میزنم. شما میدونید در تقسیم بندی جهان عرب ها سهم فرانسه شد، منای عراق و عربستان و اردن همه کشورهای عرب سهم فرانسه شد در دنیا، یعنی به لحاظ استعمار، و هنوز فرانسه اون احساس استعمارگری جهان عرب رو هنوز داره. به چشم خودم دیدم چهار سال پیش آقای سرکوزی آقای حسین مبارک رو هل داد، یعنی با دست خودش داد زد تو سینش پرتش کرد اون طرف و یه هم دوربین کردش کار میکنه اون چه گاف بزرگی کرده و چه اشتباه کرد، شروع کرد به لبخند و دلقکبازی رو که شوخی کردم. خب شما میدید وقتی جهان ما اینقدر بی اعتباره و این جهان دموکراسی غرب یه میکنه جهان غیر دموکراسی خودشو و جهان مستعمرش رو داره، خیلی خوب اون دموکراسی مورد نظر دوست عزیز من که این پرسش کرد که شما از دموکراسی غرب چی دیدید، برای هر کس بد باشه دموکراسیشون برای خودش خوبه. فرانسوی فقیر حتما شراب شبشو داره بلا استثناء، دکیشنشو داره، بیمهشو داره، به هر کس دلش خواست در این جهان هستی رأی میده، این است میشود دموکراسی نیم بند، هیچ چیز مطلقی نیست که، ولی دموکراسی حداقل در این دنیای غرب بدترین هاش که تقریبا امریکا و فرانسه و اینها هستند ظاهرا به لحاظ علمی، البته به لحاظ اصول علمی به نسبت اونها پایین تر هستند، اما من آدم امریکایی، من آدم فرانسوی به هر کی دلم خواست رأی میدم، این تقریبا میشه 50% دموکراسی من و شخصیت من محفوظه و من هر چه خواستم می نویسم، هر چه خواستم می گویم، از مادر حضرت عیسی مسیح گرفته تا رئیس جمهور فرانسه و امریکا خیلی چیزا می تونم بگم، کسی زبان منو نمی بره. بله. اما ممکنه پشت سیاسی به من ندن، بله دموکراسی مورد نظر بود که من به لحاظ سیاسی بله در اینجا سرکوب شده است، در اینجا مسماره، در اینجا به مهمیز کشیده هست، اما به هر حال به عنوان یک انسان با فرایند انسانی بندی دموکراسی جهان امروزه من اینقدر تجلی شخصیت دارم که در هر کاری وارد بشم، منهای اون سر کارهای سیاسی به هر کاری دست یازدی بکنم، تقریبا این دموکراسی به این لحاظ محترمه چون هیچ چیزی که ایدئال نیست. آقای سربی بسیار ممنون، به امید دیدارتون و امیدوارم که دوستان با شما تماس بگیرن. من برای ساپورت برنامه از تلویزیون شما، اگر دوستان تمایل دارن برای اینکه کسی ساپورت میکرد، آقای پ که من واقعا شرمنده هستم، یه دوست تلفن کردم و ایشون یه دو ساعت بعد به من پاسخ داده بود، از بعد حادثه اون لحظه من دور از تلفن بودم، تلفن در دسترسم نبود، پیغام گذاشته بود که آقا دکتر احمدی مخی شما تلفن کردید، من سر ساختمان کار میکردم، ایشون با 5-6 تا کارگر، یعنی 5-6 تا کارگر داره و کار ساختمانی میکنه، یعنی به اصطلاح سر اون کارگرها هست، کار مهندسی ساختمان میکنه و ایشون برنامه را تا امروز ساپورت کرده بود، از این بابت من سپاسگزارم. اگر کسانی بخوان برنامه را ساپورت کنن مستقیم به خود من مراجعه کنن، راهنمایی لازمه را خواهم کرد. بس. اما هدف اصلی و غایی من این است که بلندگوی مستقل باشد تا این نظام پارلمانی را جا بندازیم و یادگیری کنیم و اون بیش از 100,000 عضو پراکنده رو دوباره به دور هم جمع بکنیم و اون 26 دفتر از دل برخواسته رو دوباره با دل هماهنگ بکنیم. با آرزوی بهروزی سربلندی برای همه همیهنانم، حتی مذهبیون و رهبران مذهبی نادم و پشیمان، چرا؟ چون در اون قانون اساسی عنصر انسانی ارزشمنده. آقای سروی در اونجا گفته است رأی نصف به اضافه یک، یعنی اون یک مقدسه برای انسان، برای انسان ایرانی. من نگفتم خلاف بسیار قانون اساسی جهان 2/3، نه گفتم نصف به اضافه یک، حتی جنسیت به کار نبردم، یعنی زن و مرد اگر استعداد از آن زنی هست بر اون جایگاه و مستدو بنشیند.
با هر کسی به آرزوی من تجلی شخصی عنصر ایرانی هست برای هر انسانی در هر جایگاه شایسته. اگر عنصر من در کار برق دخالت کنم و بیام کارخونه برقی را با حضور شما دستکاری بکنم، حتما اون کارخونه منفجر میشه یا منو خواهد گرفت. خب پس اینجا آقای سوربی کارش مهندسی ساخت برقه. آقای سوربی بله در کار سیاست متخصص نیست، در کار قانون متخصص نیست، در کار علم اجتماع متخصص نیست، اما در برق که متخصص صاحب نظره. اگر نصر احمدی بیاد یک پیچ گوشتی برداره بکنه توی این سوراخی که دو تا سیم ازش میگذره و این دو سیم مخالف هم هستن، علاوه بر این که خود منو خواهد گرفت و کشت، اون کار خونه رو منفجر میکنه. پس اینجا ارزش آقای سوربی از بین رفته. چرا؟ چون ایشون در اون کار صاحب نظرن. بس باید کار رو به کار درسته. بنابراین این قانون اساسی هر جایگاهی رو به خود آدمی که در اون جایگاه هست واگذار میکنه و از این بابت تجلی شخصیت پست میکنه. از این همیهنان هم سپاسگزارم. با آرزو بهترین ها. باور کنید اگر انسانی از من رنج پیدا کنه، من تا همیشه رنج میبرم. اون مطلبی که فرمودید تلفن با لهجه رشتی، نه، چون چند بار به من تلفن شده بود و من از کارت گرفتم دیدم خارجه، ولی به تلفنی وصل نمیشه، نگو شماره تلفن هست برو. ایشون شماره رو میخوندم بالا آخر، من هی گفتم آقا چرا شماره میخونی ببینم شما کی هستی. گفت که به عصبانیت، گفت چه کار اسم من داری، من این شماره رو میگم تو بنویس به من زنگ بزن. من خیلی ناراحت شدم، یه جمله بدی گفتم. نه اصلا وقتتون رو با اینا تلف نکنید آقای احمدی. گفتم ای ابله، تو که داری حرف میزنی چرا دیگه نظر تو نمیگی؟ بعدا من شماره تو مینویسم. با گوشی گذاشت، بعد پیغام گذاشته برای من که 36 سال اولین بار این جمله رو شنیدم که ای وطن فروش، تو چرا نمیدونم کسانی که برای ایران کار کردن، یعنی پهلوی ها، اینا رو به زمین میزنی. گفتم باور کنید اگر یه گفتگو با هم داشته باشی خودش پشیمون خواهد شد. من از این بابت هم خیلی ناراحتم که این جمله رو چرا اول بار به ایشون گفتم. اما حق رو به من بدید. حتما امروز شنیده با شما تماس میگیره. ممنونم از شما، تشکر از مهربانیتون. شاد باشید. آرزوی بهروزی و سربلندی و یک هدف مقدس، جمع کردن یک هدف مقدس برای هم میهنانم دارم. 36 سال از سرگشتگی امیدوارم بیرون اومده باشن یه راهکار اساسی و اصولی برای آینده ایران، یک نظام پارلمانی که حداقل 50-50 یه خوشحالی و خوشبختی البته نسبی به جامعه و فرزندان آینده ایران بده. با آرزو بهترین ها برای همه هم میهنان. ممنونم، موفق باشید، با امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر نصر احمدی بودیم. کتاب قانون اساسی ایشون روی وبسایت موجود هست، اگر خواستید نسخه هم ما داریم، میتونیم به شما مجانا تقدیم کنیم، فقط یه ایمیل ارسال کنیم. حالا امیدواریم که افرادی مثل دکتر آقا محمدی، مرتضی آقا محمدی بشینن با خودشون فکر کنن، از خودشون خجالت بکشن که آیا واقعا من نمیتونم حمایت کنم؟ من که از صبح تا شب دارم تلویزیون ها رو نگاه میکنم، چرا به گفته سوربی گوش نمیدم؟ برم رو یه جایی وایسم با دو نفر صحبت کنم، $10 $5 کار کنم و کمک و حمایت کنم. من خودم بارها گفتم افتخار میکنم که برای اون چیزی که به اصطلاح هدفم هست، گولم هست، آرزوم هست، حتی برم به دیگران رو بزنم، ازشون بخوام، حتی یه نوشته ای رو بگیرم دستم وایسم دم مترو بگم من دارم با این کارم یه قدم کوتاه برمیدارم. متاسفانه دوستان ما به دلیل اون تکبر، نه اون کلمه تکبر کلمه خوبی نیست، یه منش والایی که دارن، فکر میکنن اگر پولی از کسی بگیرن به اونها متعهد میشن و باید در جهت خواسته اونها قدم بردارن، در صورتی که سیستم امروز یه جوری هست که با این روش‌های جدید اینها میتونن به اصطلاح پول جمع کنن، میتونن حمایت جمع کنن، میتونن امضا جمع کنن، میتونن افراد رو جمع کنن. بزرگترین ایرادی رو که من میتونم با آقای نصر احمدی بگیرم این هست که ایشون خودش رو با وسائل و به اصطلاح امکانات امروز تطبیق نداده، عقب مونده و با همون روش جدیدی که 30 سال پیش 20 سال پیش فکر کردن اگه تو تلویزیون تا بیان صحبت کنن افرادی میان و بودنم، بله این کارم کردن، آمدن و گفتن ما حمایت میکنیم، الان عوض شد.
آقای احمدی به زودی انتخابات هست، ماه نوامبر انتخابات میان دوره‌ای هست، ماه نوامبر سال 2016 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست و ببینید که افرادی مثل جب بوش با این همه پول، با این همه ثروت، با این همه افرادی که الان بهش قول دادن، میلیون ها دلار پول بهش دادن، قولش رو دادن، باز میاد ایمیل میفرسته و برای دیگران می‌نویسه که 5 دلار، 3 دلار، 10 دلار کمک کنید. ولی افرادی مثل آقای مرتضی، آقا محمدی شما رو میذارن سر کار. اینا آدمای عقب افتاده ای هستن، فقط به این دلیل که یک زمانی مدرک دکترا گرفته، اون موقع فکر کرده یه چیزی بیشتر از دیگران میدونه. توی جامعه اینجام اینها آدمای مفیدی نبودن و الان کار شده این که نمیدونم تحچین عکس درست کنه، تحچین درست کنه بذاره اونجا به مردم بگه من امشب تنها دارم تحچین میخورم. اینها رو شما وقتتون رو با اینها نذارید. وقتی شما میاد اینجا صحبت میکنید، دوستان میگن که صحبت هایشون تکرار مکررات هست. خب من به عنوان کسی که دارم این برنامه رو تهیه میکنم، چون شما که تهیه کننده برنامه خودتون نیستید، من تهیه میکنم. ضمناً شما گفتید که اون دوستمون که کار میکنه تا این برنامه رو داده. نه عزیز من، شما دقت نمیکنید. شما یکی از مشکلاتون اونی که از بس تند صحبت میکنید، با انرژی صحبت میکنید، دقت نمیکنید. آقای مرتضی احمدی، دیدی خود آقای نصر احمدی گفت چی؟ گفت آقای ناصر توکلی 4 بار تماس گرفته، آقای مینویی چند بار تماس گرفته، یه دوستی که حمایتش میکنه تماس گرفته، ایشون به اینها هم زنگ نمیزنه. من دیروز به ایشون زنگ زدم، گفتم آقا اینا میگن کجا هستیم آمریکایی‌ها، چه باید بکنیم، شما به من خبر بده. ایشون قرار شد به من خبر بده. وقتی پیغام گذاشته بود که آقای سربی با عجله به من زنگ بزن، پیام موجوده. من آمدم زنگ زدم، گفتم حتما با اونها چیز کرده، میخواد برنامه فردا حتمی باشه. بعد داره راجع به این آقایی که با لهجه رشتی وایساده بهش شماره داده، شماره رو گفته اینجور اونجور، که اصلا من نفهمیدم. یک نفر باید دیوانه باشه که زنگ بزنه به جایی که به شما بگه سلام من سربی هستم به من زنگ بزنید، وایس شماره بگه. بعد این آقا ور داره، احتمالاً ماشین بودن، اینا ماشین بودن، ایشون فکر کرده اون شخص. در هر صورت من نمیدونم، اصلا اینا مهم نیست برای من، اینها برنامه من نیست. ببینید من برنامه امروز رو آمدم، در امروز که در آمریکا رای گیری بوده، این ویدیوی چیز رو برای شما آماده کردم گذاشتم. بریم ویدیوی نیاک رو ببینیم، 5 دقیقه برگردیم. ما امروز قرار بود ساعت 2 برنامه، ساعت 4 ببخشید به وقت واشنگتن برنامه‌مون تموم بشه، الان 4 و 15 دقیقه است. برای که این اصلا بی‌نظمی ایجاد میکنه، از اینکه 10 نفره به شما زنگ بزنن شما دلخوش باشی که من وقت ندارم به هیچ کدومش زنگ بزنم، این فایده ای نداره. شما شماره‌تون نده به همه، به یه نفر بنویس آقای توکلی زنگ زده، بهش زنگ بزن، روش خط بکش، تموم. به 2 نفر زنگ زدم، زنگ زدم، تموم. برای من 300 نفر به هم زنگ میزنن ولی وقت ندارم به هیچ کدومشون زنگ بزنم. شاید یه نفرش یکی باشه که بگه آقا من دارم فوت میکنم، امیدم اینه که قانون اساسی اونجا باشه، شما هم آمدی نوشتی میخوام 1,000,000 بهتون بدم. ما متاسفانه یاد نگرفتیم. همین آقای مرتضی آقا احمدی، من اگه برنامه هر هفته بهش مجانی بدم، هر هفته میاد همین مزخرفات رو برای من میگه. که چی؟ آقای مرتضی آقا احمدی رو میگم، نه نصر احمدی. آخه که چی بشه؟ ولی زمانی که بهش میگی آقا باید پول بدی، میره دیگه، پیداش نمیشه. برای من مینویسه نمیدونم من زنم رو طلاق دادم، هستی و نیستی من رو برده. خب برو گم شو دیگه، برو دنبال کارت. اگه نتونستی یه زن رو نگهداری، نتونستی یه خانواده رو کنترل کنی، نتونستی یه خانواده کوچولو رو بگردونی، آقای دکتر کاظم رنجبر هر جلسی سلامت باشه، ایشون میگه آقا یه خونه کوچولو که ما میخوایم بسازیم با 10 نفر که خونه ساختن صحبت میکنیم، 10 تا اسم معمار رو میگیریم، میریم دنبال اسما ببینیم کسی سابقه بدی نداشته باشه، 10 تا مهندس، 10 تا نمیدونم آرشیتکت رو میبینیم که میخوایم 200 متر خونه بسازیم، ولی 164,000 کیلومتر مربع ایران رو یه دفعه میخوایم با یه اعلامیه بفرستیم. آقای نصر احمدی نگرانه که اگه فراخوان بفرستی، شما نگران نباش، اصلا فراخوان شما چجوری به ایران میرسه؟ بعد تازه برسه کی میاد دیگه؟ مجاهدین بیچاره یه عکس مریم رجوی رو روی پلی زدن، عکس گرفته گذاشته رو وبسایتشون، در ایران عکس‌های مریم رجوی، گفتم خاک بر سرتون. شما هنوز نفهمیدید
آقای مجاهد، شما روزی در ایران 4 تا طرفدار داشتی که اون شور حسینی و انقلاب اسلامی جوونه زده بود. امروز که مردم از دین و اسلام و آخوند بری شدن، امروز شما رو مسئول میدونن که اینا رو آوردید. سبب گر بسوزد مسبب توی تو، امروز دنبالش خون شما هستن. امروز شما رو بگیرن یکی یکی سر ستونای هر خیابونی اسم یه شهید که هست شما رو آویزون میکنن اون بغلش، و خانم شیرین نیرمن میاد اون مزخرفات رو میگه و برید ببینید. خیلی ممنون از دوستانی که یکی یکی کامنت نوشتید. بنویسید بازم این فیلم نیاک رو ببینید که صحبت میکنن. اینا دیروز اینجا بودن، نه مثل آقای دکتر نصر اسداللهی نصر اصفهانی، اینقدر ماشاءالله فامیلا همه یکیه، دکتر اسدالله نصر اصفهانی، اون میاد اینجا با آقای سرشار و اینا میرن توی اتاق مال مجلس، بعدم میان 30 بار فیلم، خانم نزهت یحیی‌زاده هم 26 بار این فیلم رو پخش میکنه. چی شد خانم نزهت یحیی‌زاده؟ ولی بیا ببین نیاک چه کار کرد، با هم میبینیم و برمیگردیم. چندین گروه و سازمان طرفدار توافق با ایران امروز در ساختمان کنگره آمریکا گرد هم آمدند در آستانه تشکیل کنگره تا 41 رأی مثبت رو جشن میگیرند و در این حال دو سناتور مخالف رو تشویق کنند تا اونها هم به این توافق رأی مثبت بدن. در گردهمایی Day of Action یا روز اقدام در ساختمان کنگره بیشتر از 10 گروه و سازمان حامی توافق هسته‌ای با ایران حضور داشتند، از جمله سازمان نایاک. تریتا پارسی مدیر نایاک در این گردهمایی به 41 رأی موافق در کنگره به عنوان یک پیروزی بزرگ و همچنین سرآغازی برای نگرشی متفاوت اشاره کرد. امروز روز خیلی مهمی بود، چون امروز 41 تا سناتور امریکایی اومدن گفتن که از این توافق حمایت میکنن و آقای اوباما فقط 41 تا لازم داشت که از رأی‌گیری کاملا بتونه دیگه لازم نیست وتوشو استفاده کنه، و این یک پیروزی خیلی بزرگی است، مخصوصا واسه این گروهایی که در این اتاق بودن امروز، چون این گروهایی هستن که در این 6-7 سال اخیر خیلی تلاش کردن که بین ایران و امریکا یه توافقی پیدا بشه، یک سیاست صلح‌آمیز گفتگو و از طریق مذاکره بتونن این مشکل ها رو حل کنن که جنگ بین این دوتا کشور نشه. و 7-8 سال پیش وقتی این گروه شروع کردن خیلی تنها بودن و گروه های دیگه میگفتن که اینا یا طرفدار جمهوری اسلامی هستن یا هیچی حالیشون نمیشه، نایوان، راجب سیاست خارجی هیچی بلد نیستن، ولی الان نشون شده که برعکس، حرفایی که ما زدیم کاملا درست بود، مذاکره میتونه به پیروزی برسه، توافق میتونه برسه و ایران و امریکا مجبور نیستن که با همدیگه اون دشمنی رو داشته باشن. آقای پارسی ابراز امیدواری کرد که پیروزی پرونده هسته‌ای ایران رویدادی استثنایی یا غیر عادی نباشد، بلکه شروعی باشد برای رواج دادن این تفکر در بین سران آمریکا که همیشه اولین و یا تنها راه حل اقدام نظامی نیست. واردا خالد از اعضای کمیته دوستان قانونگذاری ملی است، سازمانی که بیشتر از یک دهه است در زمینه بهبود روابط بین ایران و آمریکا فعالیت می‌کند. We support the Iran deal because this is a strategic new direction in US foreign policy. ما از توافق هسته ایران حمایت می‌کنیم، چرا که این یک مسیر استراتژیک جدید در سیاست خارجی آمریکاست که دیپلماسی رو ترویج میده نه جنگ رو. استراتژی که ثابت میکنه ما میتونیم با کسانی که چند سال پیش حتی فکرش رو هم نمیکردیم گفتگو کنیم و راه حلی به غیر از اقدام نظامی پیدا کنیم. به باور واردا خالد، اگر این توافق انجام نشود با فاجعه ای مانند جنگ آمریکا و عراق مواجه خواهیم شد که به طور وحشتناکی به پایان رسید. هدف این است که مشکلات را نه در میدان جنگ که بر سر میز مذاکرات حل کنیم. کیت گولد از سخنرانهای مراسم نیز از اعضای کمیته دوستان قانونگذاران ملی است. او نیز دلیل حمایتش از توافق هسته‌ای با ایران را جلوگیری از یک جنگ دیگر می‌داند و همچنین جلوگیری از ظهور یک قدرت هسته‌ای دیگر در خاورمیانه.
Well, if the deal were blocked by Congress, and of course that was the original threat. اگه کنگره میتونست از تصویب توافق جلوگیری کنه، فاجعه بزرگی به بار میومد. مسیری به سوی جنگ و یک برنامه هسته‌ای غیر قابل مهار. اما حالا که 41 سناتور موافق داریم، فکر نمی‌کنم در کنگره مانعی در برابرش باشه. پس اینطور به نظر میرسه که ما موفق شدیم. ما بردیم. هیچ کس انتظارش رو نداشت. این لحظه تاریخی بزرگی است. خانم گول در سخنانش به سازمان کمیته دوستان قانونگذاری ملی اشاره کرد که قدیمی ترین لابی مذهبی در پایتخت آمریکاست. او گفت نه تنها تعداد چشمگیری مسیحیان، بلکه حدود 400 عضو یهودی سازمان نیز از توافق حمایت می‌کنند. With the help of the Almighty, because this is the voice of Jews who are true to their religion. صدای یهودیان حامی توافق صدای آنهایی است که به دین خود وفادار ماندند. مفهوم دخالت در امور جهانی و برهم زدن صلح برخلاف آموزش‌های دین یهودی است. ما خاخام‌های جامعه توراتی در آمریکا و اورشلیم از اعمالی که به نام یهودیان انجام میشه شرمنده ایم. این حرف که یهودیان با توافق مخالفند اصلاً صحیح نیست، بلکه صهیونیست‌ها هستند که می‌خواهند این توافق را برهم بزنند. در حال حاضر هنوز چند سناتور دموکرات تصمیم خود را اعلام نکرده و 3 سناتور هم با توافق مخالفند. با وجود 41 رأی موافق که برای جلوگیری از رد شدن توافق هسته‌ای در کنگره کافی است، برخی افراد مانند اعضای گروه کود پینک اعلام کردند که توقف بعدیشان دفتر 2 سناتور مخالف با توافق هسته‌ای است تا حمایت آنها را نیز به دست آورند. ماندانا تدیان، صدای آمریکا، واشنگتن. خب دوستان عزیز، ممنونم که تا این لحظه و این زمان با ما هستید. اجازه بدید که تشکری داشته باشم از آقای دکتر کاظم افشارها و به همین دلیل هم پیامی رو که ایشون لطف کردن گذاشتن با هم بشنوین. بفرمایید آقای دکتر افشار. دکتر بیجان سلام، افشار هستم. هم جنابی هم آقای نصر احمدی، خسته نباشین. الان من در اینجای هستم که شماها میفرمایید اینا ایرانی نمیگه ما چی میخوایم. عزیز من، در این مورد هیچ تعارفی نداره ایرانی. ایرانی میگه ما نمیخوایم. لازم نیست بگن چی میخوایم. ایرانی میدونه هر حکومت قانونمند مرتبی که بیاد باید در چارچوب قانون باشن. و ایرانی قانون پسند نیست عزیز من، نیست. آخه شما چرا دنبال یه مسئله میگردین که اصلا وجود خارجی نداره؟ ایرانی کارش همینه، میگه ما اینو نمیخوایم. اگر واقعا به قول روحانی رزمیزنی متدینین رسول الله بیاد، اگر به قول آقایون حقوقدان ها مونتسکیو بیاد بخواد سر کار بیاد، اینها سمبل حرفشون نخواستنه. حالا یکی رو دیرتر یکی رو زودتر، این هم ناشی از ضدیت و سرپیچی ذاتی جماعت ایرانی است از قانون و قانون مداری. بنابراین دنبال این مسئله نگردید که ایرانی بگه ما چی میخواییم. و به حق و خیلی هم درست میگه آقا ما نمیخواییم. حالا یکی رو بعد 2 سال، یکی رو بعد 100 سال. همه تون موفق باشید انشالله. قربان شما. بسیار ممنون. آقای افشارهای مقاله ای رو برای من فرستادن و اگر لطف کنن این مقاله رو برامون مثل اون دفعه خودشون بیان بخونن یا اینکه توی تلفن پیام بذارن. خب مثلا برنامه آقای افشارها یه برنامه خیلی جالبیه، من دوست دارم. من به نوبه خودم یه بار از ایشون دعوت میکنم، میگم بیان. آمدن صحبت کردن. شما اگه دوست دارید با خودشون تماس بگیرید، خیلی قشنگیشون صحبت میکنه. میگه آقا من نقل نمیدونم 100 دلار بگیرم بدم به شما برنامه بذارم نیستم، من باید 2000 دلار بگیرم تا بیام حرف بزنم. راست میگه، ماها اشتباه کردیم، آقای احمدی اشتباه کرده. آقای احمدی افتخارش اینه که هیچ پولی به تلویزیون ها نداده. آقا اگه پول داده بودی امروز به یه جای رسیده بودی، نگاه میکردی ببینی پولتو کجا خرج کنی. بابا ما یه شرکت کوچولوی بیمه داشتیم، American Insurance Agency. یکی که زنگ میزد، اول اسمش، دوم فامیلش، سوم شماره تلفن.
که بعدن عوض کردن، گفتن اول شماره تلفنشون رو بگیرید ازشون که اگه قطع شد میشه زنگ بزنی اسمش و فامیلش پیدا کنی، ولی اسم و فامیلش بدونی حالا شماره تلفنش بدون. خب تلفنش رو میگرفتیم، اسم و فامیل. سوال یا پرسش بعدی این بود که شما ما را از کجا پیدا کردی؟ اگه یه نفر معرفیش کرده بود $20 برای اون یه کارتی میفرستادیم برو آقا مهمون ما یه چلو کباب بخور. اگر واشنگتن پست، آگهیمونو به واشنگتن پست بیشتر میدادیم. اگر از رادیو، آگهیمونو به رادیو بیشتر میدادیم. ما ایرانی ها اینجوری هستیم. درست میگه آقای افشارها، افتخارمون اینه آقا من بیزینسم خوبه، احتیاج به آگهی ندارم. آقا من بیزینسم بده، پول آگهی ندارم. خب پس چه فرقی داره برای جامعه، برای تلویزیون؟ تلویزیونی که نه آگهی داره، نه کسی حاضر پول برنامه بده. تازه یه دوستیم پولی رو که گذاشته رو میزش میخواد برای من بفرسته، میفرسته برای آقای ارشاد. خب این جامعه به جایی نمیرسه. این جامعه میشه چی میگن، دانشمندش، دکتر قانونشناسش، آقای دکتر نصر احمدی کتاب نوشته منتظر، دکتر متخصص نمیدونم دامپزشکش آقای مرتضی، آقا احمدی نشسته خونه دمپخت گوجه درست میکنه. بعدم میگن ما هنر نزد ایرانیان است و بس، خجالت بکشیم. خب بعدم یه دوستی به من میگه آقا من فهمیدم چرا تلویزیونای ایرانی بیننده کم دارن. بفرما بریم با هم نگاه کنیم تا جایی که میشه به شما نشون بدم. هر کی خواست این ویدیو رو Naked News روی یوتیوب و روی گوگل و اینها هست، یا اگرم تو کارهای به اصطلاح تحقیق و اینها تنبل هستید ولی فوری میخوان این ویدیو رو ببینید، یه ایمیل بزنید من براتون میفرستم. 11 مگابایت. این خانمه میاد اخبار میگه، شما ببین اصلا متوجه میشی این داره راجع به چی حرف میزنه؟ و آیا به خودت اجازه میدی که کانال رو عوض کنی؟ اگه خانمت صداد بزنه از آشپزخونه عزیزم بیا اینجا، این دیگ گرم دستم میافته، بیا میخوام ببینم این اخبار رو ول میکنی بری؟ چون اخبار مهمیه، ببینید این اخبار رو با هم میبینیم تا اونجاش که میشه ببینیم تو تلویزیون. Syrian State Television is reporting that the cabinet has resigned amid massive protests. President Bashar al-Assad accepted their resignation. Now it's expected that al-Assad will be addressing his nation within the next day or so to announce he'll be repealing some harsh laws and restrictions on civil liberties and political freedom. Syria has been plagued with pro-democracy protests for over a week. Al-Assad's family has controlled Syria for over 40 years, and a restrictive emergency law has been in effect even longer. Meanwhile, in the U.S., President Barack Obama took to the airwaves to explain why America has taken a reduced role in the conflict in Libya. Obama went on to explain that the U.S. would be taking more of a supporting role in the conflict now. This involves intelligence, logistical support, and search and rescue assignments. The president praised other members of the coalition for acting so quickly. The government also plans on sending a liaison into the city of Benghazi to open up communications with Libyan rebels. Japan's Prime Minister Naoto Kan says his government is on a state of maximum alert over the crisis at the Fukushima nuclear plant. The latest developments are not good. Plutonium has been detected in the soil at the plant, and water described as highly radioactive has been leaking from one of the reactors into the sea. Khan describes the situation as one that continues to be unpredictable, and that their priority continues to be injecting water to cool fuel rods. He is also considering expanding the evacuation zone surrounding the facility. The U.S. Supreme Court is going to hear evidence. والا دیگه کار به جاهای باریک داره میکشه، بسته تا همینجا. خب حالا شما به عنوان یک انسان اون تلویزیون رو نگاه میکنی یا ما رو نگاه میکنی؟ همه عصبانی، همه پشمالو. او راستی راجب این پشمالو، یه دوستی من گفت آقای سربی شما که اینقدر درباره همه چیز کوچک و بزرگ صحبت میکنی، تو رو خدا مخصوصا به اینایی که همسن و سال خودت هستن بگو آقا خانم عینک بزنید برید از نزدیک توی آینه خودتون رو نگاه کنید، ببینید این موهای دماغ، موهای ابرو،
موهای گوشتون چه قوقایی به پا کرده. گفت بیشتر اینها معمولا عینک ندارن، چیزی نمیبینن، و ماها که چشممون میبینه باید موهای دماغ اینها رو، موهای گوش اینها رو، موهای ابروی اینها، که بعضی ها ابروهاشون ماشاءالله من نمیدونم، در هر صورت میگفت تو رو خدا اینها رو تو تلویزیون بگوید، والا بلا ما آزادی سیاسی و اجتماعی نخواستیم، پیشکشتون اقلا این نظافت رو رعایت کنید. اینم از این ماجرا. بله، به این نو خبر میگن نیکد نیوز. خانم میاد و اخبار رو شروع میکنه و الی آخر. آقای دکتر کاظم افشارها یه نامه‌ای نوشتن پاسخ به کسانی که کارهای قلدرمآبانه و خودسرانه پدر و پسر تو پرانتز پهلوی ها را از قبیل احداث راه آهن و دانشگاه و ورا دلیل برخوبی حضرات میدانند. فرض کنید در محله شما خانواده ایکس سوپر میلیونر است، در کوچه پایین تر خانواده وای یا ایگرگ نان شب ندارد بخورند. شما که زورمند هم هستید مجازید یک کار خوبی انجام دهید، از خانواده ایکس قسمتی از مال و منال و پولش را به زور بگیرید و به خانواده فقیر ایگرگ بدهید یا وای بدهید. اگر این کار را بکنید کار خوبی کرده اید، ولی چرا نمی کنید؟ معلوم است زیرا این کار به شما مربوط نیست و اگر این کار خوب را من یا شما انجام بدهیم بر طبق قانون پدرمان را به حق باید در آورند که می آورند. دنبالشون میذارم خودشون با اون لهجه شیرین مشهدی بخونن. چه تلویزیونی میشه ها آقای افشارها، این پایین این و شیراز جنوب استان فارس، اون ور شما مشهد استان خراسان، و تماس بگیرید دوستان با آقای افشارها. و من اینجوری کارم راحت میشه. آقا هر کسی میدونه جیب خودش و جیب دوستان و اینها چقدر و خرج. ما اینجا ببخشید یه جوکی رو من بارها گفتم، حالا اگه جمعه هم بشه اینجا من میگم ماجرای الاغی که حسابدار شد، شیر جنگل و به اصطلاح حسابدار و اینها. ما اینجا کارمون این شده و ببینید چقدر ما مسئله پیدا میکنیم. گفتم بهتون آقای شایان کاویانی با آقای امید و امیدوار، آقای هومر آبرامیان با اینا، همون یه مشکی آدم های بی پدر و مادری، آقای نصر احمدی مثل اون آقا که بزاهم میشد زنگ میزنه تماس میگیره، بعد اون بند خدا میگه به اون گفته 4000 دلار داده، به اونم میگه به اون 4000 دلار داده. خب این چه کاره؟ چرا کار ساده رو ما اینجوری مشکلش میکنیم؟ آقا بنده اینجا هست، شما نباشی من با همون توانایی خودم 4 خبر، 4 متلک، 4 جوک میگم، برنامه رو میبندم. شما باشی میخوای هدفت برسی، اونم هدفی که با من مخالفه، که من نباید از عمر خودم، از جیب خودم، از وقت خودم پولشو بدم، شما باید بدی. حالا اگه شما به من گفتی نه پولشم شما جمع کن، اون جو که ماجرای شیر و جنگل و الاغی که در جنگل بود و حسابدار شد رو براتون تعریف میکنم. بنده نمیخوام حسابدار باشم، ممنونم. مقاله باور کنید انقدر زیاد گذاشتم اینجا، چون من میگم منتظر آقای احمدی بودم. آقای احمدی دوستان امروز هر چی هم میخواد بگه بگه. قرار ما بر این بود، اولا ایشون چون از آقای توکلی و آقای مینویی به شدت ناراحت بود، من پرسیدم آقا برنامه چهارشنبه شما چیه؟ دوم رو بنده از جیب مبارک دادم، نهم فردا شما صحبت کن، تکلیفتو معلوم کن، بیا اینجا. اگر میخواییم برین تو اون برنامه، من به دوستان میگم ایشون حمایتی نداشته میره اونجا. شما تماس نگرفتی به من بگی میام یا نمیام؟ از بس ماشاءالله هایپر هستی. بعد یه آدم احمقی هم مثل این دکتر مرتضی آقا محمدی، دوستان من شمارهشو بهتون گفتم دیگه، پخش کردم، بهش زنگ بزنید بابا اینا بی تنها هستن، اینا تنهایی دارن میمیرن تو خونه هاشون، خوشحال میشن شما باهاشون صحبت کن. من سالها پیش یادمه یه نفر زنگ زد گفت آقا این حرفا که میزنی، ما پدر و مادرمون نشسته تلویزیون نگاه میکنه. گفتم پدر و مادر شما نشسته منو نگاه میکنه؟ مگه شما خانواده ندارید؟ مگه دور هم نیستید؟ گفت نه آقا ما سر کار هستیم، یه دستگاه خریدیم برای مادرمون و پدرمون، نشستن شما رو نگاه میکنن. خب دوستان
ببخشید، اول پدر و مادر اون شخص باید به این دخترش، به این پسرش بگه خاک بر سر، تو چه پسری هستی، چه دختری هستی، من رو بردی گذاشتی تو یه جایی برای که خودت بتونی بری دو دلار بیشتر کار کنی. اینا این کلک رو به شما زدن، شما رو دادن دست ما که نمیشناسیم همدیگر رو، نه من شما رو میشناسم نه شما من میشناسی. تا موقعی که احتیاج داشتن به شما، نوه‌هاشو بزرگ کنی، شما رو دوست داشتن، نگهتون داشتن، بعدن نگه انداختنتون یه جایی، یه دستگاه هم خریدن گذاشتن، بیا مامان جون برات دستگاه دیش خریدم، برات نمیدونم جی ال ویس خریدم، تی وی باکس خریدم، این شما و این هم این مش آدمای بیکار مثل سوربی که میان میشینن اینجا عمر خودشو تلف میکنه تا شما برید مشغول بشین، من برم سر کار 100 دلار دیگه در بیارم. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. ساعت 4:37 دقیقه، ساعت 6:30 بعد از ظهر تلویزیون E2 آقای پرویز مینویی رو پخش میکنه. امیدوارم کیفیت صدا و تصویر خوب باشه، تمام بتونیم ضبط کنیم. اگر برنامه کسی رو میخواین حمایت کنید، در درجه اول با خودش تماس بگیرید، اگر امکان تماس با اون نیست با ما تماس میگیرید. ما تا امروز هر کسی یه ایمیلی هم فرستاده به اون گفتیم، اگه ایمیل نداشته به طرف زنگ زدیم گفتیم چون شما ایمیل نداری فلانی ایمیل فرستاده گفته اینجوری، بعد هی ما بگیم فلان، هی شما بگی آقا من نمیدونم فلسفه‌مو گذاشتم بر تبرئه، چی میگن بر براءت، این میشه نتیجهش. آقای نصر احمدی شما رو میذارن سر کار، باهاتون اینجا میگن پلی گیم، ببخشید به زبان ساده تر پلی شت، با شما بازی میکنن، شما هم هی همینجوری دور خودت میچرخی. یه روز آقای رضا پهلوی با شما بازی میکنه، یه روز اونی که از هلند زنگ میزنه نمیدونم ادای رشتی ها رو در میاره با شما زنگ میزنه. رشتی اگه رشتی باشه باید افتخار کنه با لهجه خودش صحبت کنه، ولی اگر یه بیناموسی میاد با لهجه اون با شما صحبت میکنه، اصلا شما نباید به این تماس بگیری. حالا آقا شما که حرف میزنی شماره تو بده من باهات حرف بزن. اینا یعنی چی؟ شما با دو نفر که انسان هستن صحبت کن، بگو آقا من یه همچین برنامه دارم، شما حاضری بیای سرمایه گذاری کنی؟ سرمایه گذاری جایی میکنن که بعد یه پولی برگرده. بگو شما حاضری بیای دونیت کنی، حمایت کنی منو، چهار تا حامی پیدا کنید. افتخارم اینه که من از کسی پول نگرفتم، به کسی پول ندادم، که میشید آقای نوری علا. همون آخرش چی شد؟ الان میره اینور و پول میگیره، پولم میده دیگران رو جمع میکنه 30 نفر یه جا میشینن نمیدونم شورای سکولاریسم فلان اینها، کار نمیکنه. آقا قبول کنید، چرا بنده تونستم از 2003 تا حالا وایسم اینجا؟ برای که از همون اول به همه گفتم آقا اگه ما از جای پول میگرفتیم از شما پول نمیخواستیم، دقیقاً به این دلیل که از جای پول نمیگیریم شما با پول خودتو بدی، این ماشین این راننده بنزینشو بده، نمیدی برو آقا پیاده، برو دوچرخه، برو بچسب پشت تاکسی، با چی بگم بهت، به من مربوط نیست. خب یه بار دیگه براتون اخبار خیلی خوب رو پخش کنم یا بستونه دیگه؟ نه دیگه بس، روز روزگار بر شما خوش. برنامه بعدی سعی میکنم چند تا شعر شیرازی براتون بذارم، بعد ویدیوی آقای شبستری، اینی که جدید فرستادن. آمریکایی‌ها وقتی یه ماشین کهنه میخرن میان به شما میگن من یه ماشین نو خریدم، شما میری بیرون میبینی یک ماشین کهنه است، نگو که منظورش اینه که یه ماشینی خریدم که برای من نوه. حالا ایشون هم فیلمایی که میفرسته مثلا مال دسامبر 2013 است، ولی برای این هفته جدیده. چند دقیقه وقت میخوام تا اون رو دانلود کنم براتون به اصطلاح پخش کنم. تا اون موقع شعرهای خوب و قشنگ و زیبایی که آقای یدالله طارمی با اون لهجه خوبش اجرا کرده براتون پخش میکنم. مرسی که با ما بودید، با ما در تماس باشید. سعی میکنم این مقالهایی که باقی موند روز جمعه براتون بخونم. جمعه ساعت 12 کانون آوا برنامه شروع میشه، 2 تا 4 سربی با مردم و 4 تا 5 برنامه آقای حسن ارشاد از ایران. ضمناً ممکنه من یک مسافرتی هم برم که اون رو جمعه دیگه به صورت 90% بهتون میگم که بله یا نه. به احتمال 90% تا الان بله هست، شاید جمعه تا گفتم 100%، و
اگر رفتیم و امکاناتی بود برنامه رو پخش میکنیم، آدیو ویدیو نبود، دو سه هفته از دست ما راحت باشید برید دنبال کار زندگیتون. مرسی، به امید دیدار. روز روزگار بر شما خوش.